سلامونه مخام په خیر لس ورځې نور وخت هم شته چې ولسی جرګې ته ولاړ نوماندان کمپاینونه وکړي او خلق قانې کړي چې هغوی ته رای ورکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مهالویش پر بنسټ د روانې تله میاشتې تر 15 نیټې نوماندان د حق لري چې کمپاینونه وکړي او د خپلو پلویانو شمیر زیات کړي. له دې مودې لس ورځې تېرې شوې دي او نیمه موده یې لا هم پاتې ده. هغه چې تاسو پوهیږئ درنو لیدونکو، موږ په دې خپرونه کې چې په پښتو او دري دواړو ژبو 2 ساعته په ژوندۍ بڼه خپرېږي نوماندان لرو. دلته په سټوډیو کې او په نننۍ خپرونه کې له کندهاره هم خپرونې ته په ژوندۍ بڼه نوماندان لرو، او له دې سره د زابل نه هم نوماندان رسېدلي دي په کندهار کې، او هغوی هر یو په 15 دقیقو کې خپل پروګرامونه وایي. له دې ټولو سره ولسي جرګې ته ولاړ نوماندان د خواله رسنیو پر مټ هم کمپاینونه کوي. دوی د خپلو کمپاینونو ویډیوګانې او همداشان په ټلویزیونو بحثونو کې چې دوی ګډون کوي هغه ویډیوګانې هم خپروي. نو دا خپرونه زه فواد اکبرزی او زما همکاره صدف امیری وړاندې کوو. صدف سلام بر شما. شما بیننده برنامه انتخابات 97 به گونه زنده از طولو نیوز هستید و ما 2 ساعت این برنامه را پیشکش حضورتان میکنیم. قسمی که فواد براتان گفت، امشب بر علاوه از اینکه از کابل ما نامزدان داریم، از زابل و کندهار هم مهمانان داریم، نامزدان پارلمان هستن و میاین روی برنامه هایشان بیشتر صحبت میکنن با ما و شما، و شما میتونین که به اساس برنامه های نامزدان تصمیم بگیرین که به کی باید رای بدین. و نامزدان مجلس نمایندگان 10 روز دیگه فرصت دارن که به کمپاین های انتخاباتی خود ادامه بدن فواد، و ما این برنامه را تا ختم دوره پیکارهای انتخاباتی نامزدان همچنان حفظ می داشته باشیم و از اینا دعوت میکنیم تا اینا برنامه‌اش با مردم شریک بسازه. حال بریم فواد یک گزارش انتخاباتی را که همکاران ما آماده کرده با هم ببینیم و ادامه برنامه را بیننده باشید با ما. بانک نگرانی ها درباره کار نکردن درست دستگاه های شناسایی بایومتریک رای دهندگان در روز انتخابات و نیز نرسیدن این دستگاه ها به 21,000 مرکز وجود دارند. کمیسیون مستقل انتخابات بر به کارگیری از این دستگاه ها در تمامی مراکز رای دهی تاکید می ورزد. صندوق هایی که بدون بایومتریک می ما قبول نخواهیم کرد. یک ای فیصله دیروز شد و کمیسیون امروز رسما در وبسایت خودم اعلان میکنه رساندن از این، و این که اگر کدام مشکلی میشه این روزی است که ما امیدوار هستیم که اول همین صورت نگیره، ولی اگر صورت بگیره کمیسیون تجویز دیگر را در روز خواهد گرفت. در همین حال احزاب سیاسی میگویند که اگر این دستگاه ها تا روز انتخابات به برخی از مراکز نمی رسند و یا این دستگاه ها مشکل فنی پیدا می کنند، باید انتخابات در این مراکز چند روز به تاخیر بیفتند. ما پیشنهاد ما ایست که بایومتریک باید در تمام نقاط کشور بدون استثناء انجام شود. دستگاه های شناسایی بیومتریک رای دهندگان جزئیات یک رای دهنده را با رای دهنده دیگر تفکیک کرده نمی تواند. رای تکراری و غیر ثابت را می پذیرد و نیز در این دستگاه ها امکان آن وجود دارد که اگر نشان انگشت از یک شخص اما عکس از شخص یا عکس چیز دیگری باشد از سوی دستگاه پذیرفته می شود. تا جایی که ما اطلاع داریم با استفاده از سیستم ممکن زمینه تقلب فراهم شود و در نهایتش مدیریت معلومات مربوط به ابزارهایی که مربوط به سیستم میشه از مراکز محلات مختلف خودش یک چالش است. امروز وسایل بایومتریک ولایت های غور، پکتیکا، فاریاب، بدخشان و نورستان را آماده ساخته و فرستاده و در حال آماده سازی این وسایل است. بله، شما بیننده برنامه انتخابات 97 هستید. بله بله. او صدف خبرونه که دلته په میز کې میلمانه لرو، همداشان له کندهار نه هم نعمت روان سټوډیو ته وصلیږي، هلته له میلمنو سره بحث کوي. له کندهار سره دلته په میز کې راسره میلمانه دي شنونکی یوسف پختون او همداشان د پونتون استاد علي امیری. تاسو دواړه ډېر ښه راغلاست خبرونه ته. خیلی سپاسګزار از حضورتان. و میریم به کندهار، میبینیم که امشب نعمت روان همکار ما با کدام نامزد گفتگو داره. نعمت، اگر صدای ما را داری میتونی که آغاز کنی حرفایت. بله، قدرمان لیدونکو، نن هم د تیر په څیر باندې د تیر ورځې په څیر باندې له کندهار ځون څخه میلمانه لرو، چې په دغو میلمنو کې 15 تنه له کندهار څخه دي او 2 تنه هم له زابل ولایت څخه دي چې نننۍ خپرونې ته راغلي دي. په پیل کې صدف تاسو او اکبرزی صاحب او ستاسو درنو میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
خو رازو از موج لومړنی میلمه د کندهار ولایت پخوانی وکیل په ولسی جرګه کې امیدزای لالای دی چې راغلی دی او د لومړی خپل پارلماني طرح وړاندې کوي. لالای صاحب په خیر راغلاست او په پیل کې دا راته وویل چې بیا مو ولې ځان نومان کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه مینه پال صاحب نیکیلی سلامونه د طلوع طلوع نیوز تلویزیون کارکوونکو لیدونکو ته وړاندې کوو. در سره د مخه د خدای پاک د افغانستان معلوم او نامعلوم شهیدانو بخښي. خدای دې په افغانستان کې پیدا رسول راولي. دا چې موږ د دویم ځل دپاره بیا خپل ځان نوماند کړی دی یا کاندید کړی دی، دا یوازې زموږ غوښتنه نه ده بلکې د ټولنې غوښتنه ده. که ورته وګورو په افغانستان کې تر اوسه ساعته پورې لا قوانین ښه درست قوانین موږ لرو، ډېر قوانین لرو. د قوانینو په تطبیق کې او د خپلو خلکو د سیاسي نمایندګۍ په خاطر باندې چې مختلف بخشونه دي، حکومت دي، دولت دي، طبیعي ده چې د افغانستان خلک په مختلف بخشونه کې پارلمان تاسو ته بهتره در معلومه ده. د وکیل درې وظیفې دي چې د قوانینو تصویب دی، د حکومت پر کړنو څارنه ده، د خپلو خلکو نمایندګي ده. موږ غواړو چې پارلمان ته ولاړ شو تر دا د خپلو خلکو سیاسي ځایګاه چې په ټولنه کې ده د هغه ځایګاه دپاره موږ الیزلې وکړو چې د دوی غږ یوازې نه چې د ولسي جرګې یا د حکومته پورې ورسو بلکې د افغانستان په سیاسي مشره کې د دوی هغه استازیتوب په درست ډول بل. تیرو ټاکنو کې مشوار سو او دا ځل ټاکنو کې چې نوماندی شوار مچې شته دا چې دوی موږ چې په ولسي جرګه کې موږ په حوال سر کې چې ولسي جرګې ته تللي بیا در اخیره پورې موږ د ملي یوالي د فارغ غوښتل چې د ملي یوالي د فارغ کار وکړو. دغه مشوار دی دغه هدف ته په افغانستان کې ملي یواله مسوله شفاف انتخابات او امنیت لپاره. لالی صاحب دا وایس رښتیا وایس خلکو کې محبوبیت لري؟ دا په خلکو پورې اړه لري. که ما خلکو ته کار کړی و یا د دوی استازیتوب کړی و دا په دوی پورې اړه لري. زه د خپل محبوبیت په هکله باندې په دې څه نه شم. کندهار څو ولسوالۍ لري؟ د کندهار ولسوالۍ خو تاسو ورته وګورئ چې اکثره ولسوالۍ نه هم نه دي. که په مجموع کې دغه د ولسوالۍ راواخلې اوس موږ ته دیارلس ولسوالۍ راپاته دي. بدبخته نه کومو ولسوالیو ته مسافرونه کړي د وکالت په دوران کې؟ د وکالت په دوران کې په تیر وخت کې چې وم د کندهار اکثر ولسوالۍ ته تللی یم، مګر هغه ولسوالۍ چې ډېرې لرې پرتې دي هغه ته مې سفر نه دی کړی، لکه شوراواک، ریګستان، معروف، شاولیکوټ، نیش او د غورک. دغه نور ولسوالۍ ته اکثر ته تللی. دغو خلکو احوال څنګه اخلي دغه لرې پرتو ولسوالۍ چې امنیتي مشکلات لري؟ زموږ دلته په کندهار کې د اول سر دفتر شته چې موږ خپل دلته د دفتر مسؤول هم لرو او هلته چې موږ په کابل کې هم اوسېږو ورځانه د خپل خلکو سره د نږدې په دې خاطر په تماس کې. دلته زموږ د دفتر کوم مسؤولین چې دي د دې ال و اول د خلکو سره دی او زموږ دفتر زموږ سره والی. بلې لالی صاحب، زده کړو تر ازو څومره زده کړې مو کړې؟ دا ځل ډېر ځوان نوماند کړی دي ځانونه خپل. اصل کې یو تعلیم دی او سواد دی څوک لري او یو خپل د ټولنې په مته دی په بطن باندې پوهېدل دي په راتلونکي باندې پوهېدل دي تر ټولو سم کړی زده کړی. بل ما کچېری پارلمان ته دا ځل بریالي سو است کندهار د کومې اساسي ستونزه یادونه کوي؟ دا څه دی په د کندهار اساسي ستونزه هم دغه ده چې د مرکزی حکومت کې چې کندهاریانو په مرکزی حکومت کې پر شا باندې باور او اعتماد کړی دی هغه د کندهار سره د مورو د مېرې چلن کوي. موږ د ټولو افغانانو توجه کندهار ته په دې شکل باندې راوړو چې کندهار هغه تاریخي ولایت دی چې د تاریخ په اوږدو کې چې د واک پر ګدۍ باندې کښېنستلی دی په افغانستان کې عدالت په نظر کې نیولی. خلک ولې رایه درکوي تاسو ته؟ دا په خلکو پورې اړه لري. د افغانستان ستونزو ته که وګورو په ولسي جرګه کې کندهار د یولس استازي لري، درې ښځینه، اته نارینه دي. د کندهار خلک کولی شي چې په دې یو سلو دولسو لپاره چې بدبختانه یو په شهادت رسوي یو سلو یولسو لپاره کې چې هر نوماند ته رایه ورکړي. پر ټاکنو باور لري؟ داسې دی، پر شفافو عادلانه ټاکنو باندې باور لرو. که د بیومتریک پر سیسټم وسي که د بیومتریک پر سیسټم نه باور نه لرو. بلې، پر ملي مسایلو باندې به مو نظر څه وي چې دا ځل پارلمان ته ولاړ شئ؟ موږ همیشه د ملي مسایلو لپاره د غږ پورته
کړی دی کاغه کی په ملي مسایلو کې د زموږ د افغانستان کوم سرحدات دي بل خصوص د ډیورن مسله ده یا زموږ ملي هویت یا خدای مو کې په افغانستان کې د کومونو درمابیز یو جبنی او مذهبي تفریقه ده د دې لپاره موږ خپل ځخ پورته کړی ډیر زیات مننه لاله صاحب تاسو لپاره تاکس خوښ ډیر مننه تاسو د بریا په هیله سلامت شئ قدرمن لیدونکو د مان د احمد زیل علی او چی تیر دورو کیم د کندهار ولکه وکالت کړی دی اوس ورګرزو د کابل سټوډیو ته د کابل سټوډیو کې زموږ همکاران سوای نعمت دوباره به خود برمیگردیم و حالا میایم گفته ها و برنامه های آقای لاله را در میز با مهمانان شریک میسازیم. آقای پشتون اول میخواییم دیدگاه شما را داشته باشیم که آقای لاله این بار برای رفتن به مجلس تا چی حد برنامه های عملی داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر اول بسیار زیاد از این که موقع دادین که فقط نظر خود به طور یک افغان بسیار ابتدا تقدیم کنم. به هر صورت بقیده من لاله البته در شکی نیست که با موجودیتش در پروسه کلی سیاسی ولسی جرگه تجربه کافی با جمع کرده. لیکن مسئله اساسی است که آیا کدام پروگرامی برای آینده دارن یا ندارن؟ پروگرامی که مشکلات اساسی افغانستان حل کده میتونه، مشکلات اساسی مردم افغانستان حل کده میتونه. چرا ما تا جایی که احساس دارم و فکر میکنم ولسی جرگه یا پارلمان به طور کلی با حکومت او مستقیما صلاحیت اجرایی نداره. اجرایی صلاحیت به دست حکومت است، اما پارلمان و اعضای پارلمان از مشکل اساسیش نمیست اساسات که این نمی مسائل پروگرام سیاسی خود پروگرام عملی خود قناعت به داده قناعت ور که وده غطه قناعت ور خوالی لالی امید زیب خود خبری که زین موضوعات تا اشاره وکر اغزه دقا وایم شوز ده قانون تطبیق تا اشاره وکر زین نور موضوعات تا اشاره وکر فکر کوئی چه ده یو پوخ وکیل یا دست وکیل چه اتا کال التکار کرده ویلا قانونی بودیم زیادا اخ میار ترسیده لده او خلق بر اختیان بیا پی باور وکرده شی بدبختانه تیر چو کالو تاثیرات شوینو هغه مثبت نتیجه چې باید ورکړې و نه درکړې اگر په دغه شکل سره بیا هم دوام کو نو بیا به یو ناکام پرمان. آقای پشتون در حرفایشان چیز تازه یافتین؟ برنامه تازه؟ نه ما چیزی تازه نیافتم، اما مسائل سابقه را گفت، مشکلات سابقه را گفت، لیکن رای حلی که عملی شوه، رای حلی که ما و تو اج قناعت کنیم که واقعا عملی میشه امیر نشنیدیم. بیان آقای امیری رم دیدگاهش داشته باشیم که شما چی فکر میکنین که حرفای آقای لاله تا چی حد یک برنامه جامع و کامل بود بر رفتن به مجلس؟ تایید میکنم خیلی حرف تازه نبود، ولی دو سه نکته سزاوار کمی مکس هستند. یکی ایشان گفتن ما قوانین زیاد داریم، مشکل در تطبیق قوانین است. کمی خارج از موضوع است، همطور که میدانید ما نهاد تطبیق کننده قوانین کسی دیگه ای هستند و در خود قوانین هم مشکل داریم. این هستند که ما قانون زیاد داشته باشیم مشکل نداشته باشیم، یعنی هنوز ما بر قوانین ساختن قوانین تازه نیاز داریم، بسیار نیاز داریم، اصلاح قانون نیاز داریم و یه کسی که نماینده است در قدم اول قوه مقننه باید که یک اشراف کامل بر قوانین داشته باشد. در اونجا مشکلات بودن در گپایشان، ای که سواد ضرور نیستند، شناخت اجتماعی اینم خیلی حرف عامیانه هستند و نشان میدهد که هنوز مو جایگاه دانش در نظام تقنین جای خود باز نکرده در صحبت هایشان بودن. یک اشاره به خط دیورندم داشت، ای رو ببینیم از این منظر که همه دراجه به مسائل کلان ملی نمایندهایی که خود کاندید میکنه دیدگاه داشته باشه، به نظر من این نقطه مثبتی بود. فواد بریم یک نامزد را از کابل بخواییم. آقای سید نجیب الله فراز میاین و روی برنامه هایشان بر راه یافتن به مجلس صحبت میکنن با ما و بیننده ها، و بعدا ما نتیجه صحبت شد با آقای پشتون آقای امیری به تحلیل میدیم. بله دقیق آقای فراز، گمان کنم رسانه ای که کالو تجربه لری هم داشتن انتخاباتی شوار چی؟ مای پا دوی پانه که لسته و فریادی اکثریت خاموش. بله امنی به پختن او کرازه فرس بله لمرای دو شعر توضیح هاتم وار که یا دزان پر موی نجیب الله فرس چوک ده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و از طریق پنجره الکترونیکی شما به تمام ملت شریف افغانستان. من دو تا شعار دارم، یک شعار است من فریاد اکثریت خاموش خواهم بود و شعار دیگه ایم است که پارلمان خانه ملت است نه تجارت خانه وکلا. در ارتباط با ای که من فریاد اکثریت خاموش هستم، در حقیقت فریاد اکثریت خاموش فریاد هزاران معلم گرسنه است که با قلب پر از درد زیر بار زیر کلبار فقر قامت خمیدن. در توضیح شو سست شعار لزان پرده وای؟ یک مورد دیگه شماند شعار بعدی تان شعار بعدی ما امیر تکمیل بکنم اجازه بتن دو دقیقه اگه من در مورد شعار صحبت کنم سه دقیقه به پاسخ شما برمیگردم درست است؟ ولی شعار دومی ما
مبارزه در کل ما دو تا موضوع رو میخوایم خدمت شما عرض بکنم. چرا ما خود کاندید کردیم؟ ما میخوایم مبارزه علیه فساد بکنم. ما میخوایم در راستای عدالت اجتماعی گام های مثبت و بلند را بردارم. ما هر دو تا موضوع رو میتونیم از طریق پارلمان منتشر بکنیم. حالا کوتاه اشاره داشته باشیم به چگونگی مبارزه با فساد. مثلا پارلمان متاسفانه لانه فساد بوده، به واسه که پارلمان خواستگاه تحول و انکشاف و پیشرفت عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن باشه، متاسفانه در پارلمان وکلا رفتن یا خودشان یک شرکت جور کردن یا با شرکت ها تبانی کردن، اختلاس و فساد و کلچویی را. تاسف فسکی دولیسی جرگی غلی شوید، در فساد پرولند چنگ مبارزه کوید؟ شما دقت بکنید، ما در این مورد مبارزه با فساد بس خود تکمیل بکنم. ببینید، ما که میگم پارلمان اگر گام مثبت بر نداره در جهت فساد زدایی، هیچ وقت فساد شکر نمیشه. در هر اداره دولتی که شما داخل بشین، فساد از داخل پارلمان اونجا وارد میشه. مثلا وقتی که کاندید وزیرا کاندید میشن، رای اعتماد از پارلمان میگیرن، این وزیرا مجبور است بر ازی پارلمان پول بده. پارلمان بر اساس تعهد بر از اینا رای نمیده. وقتی که اینا رفتن داخل وزارتخانه، مجبور است پولی که در پارلمان مصرف کرده، او پول به شکل از اشکال باید یک درآمدی بر خود تعریف بکنن. میشه اختلاس، میشه فساد، میشه رشوت. خب حالا شما میشه تیرگی روابط بر ضوابط. آقای فراز، بر جلوگیری از این موضوع حالا شما ریشه یابی کردین که مشکلات در کجاست؟ بله. بر رای حلش، ما و مردم شریف افغانستان آگاهی دارن که این بار بیش از 80% نسل متحول، متخصص و متعهد و متمدن خود کاندید کرده که پارامترهای اصلی از اون تعهد و تخصص است. ما اگر در پارلمان راه پیدا کردیم، با این نسل نو یک تیم متخصص و متعهد خود ساختیم که هیچ وقت هیچ وزیر را بر مبنای پول و یا رابط مقرر نخواهد کردن. دقیقا مسئله شوا. اغلی فرز در تیر و کارنو پرلموی چه فعالیتون مکردی پر تیر که؟ تا اینجای کار چی کردین؟ بله. خلق برای درکی. تا اینجای کار ما یک افغانی مصرف نکردیم. یک افغانی. فقط 30,000 که در خود کمیسیون کمپینون موضوع شد. ما نه، قبلا شما چی کارهایی کردین که حالا مردم اعتماد کنن به شما رای بتن؟ ما در دو رشته تحصیل کردم، منیجمنت و روابط بین الملل. ما یک معلم هستم و میخوایم فریاد یک معلم باشم، فریاد هزاران جوانی باشم که هنوزم با ماستری و با دکتری و با لسانس خود، چون روابط ندارن، چون واسطه ندارن، یعنی کچالو سودا میکنن. این وکلای ما در پارلمان یا بر اساس پول واسطه میشن تعیین میکنن، یا اینا بر اساس روابط های شخصی افرادی که دارن اونا رو استخدام میکنن. برای کاریابی، برای امین قشر یک شما گفتین، برای جوان ها، برای کسایی که ماستر و اصلا دکترا دارن چی کار میکنین شما؟ وقتی که ما میگیم عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن باید از طریق پارلمان تامین شود و خود پارلمان صاحب پروژه نباشد و خود پارلمان افراد متخصص و متعهد باشد، اشتغال زایی طبعا صورت میگیره. ما در بخش ما وقتی که پارلمان تعریف میکنیم، میگیم پارلمان مظهر اراده مردم است، پارلمان فقط ناظر هست و تقنین است، قوی تقنینی است، قانونگذار است. ناظر چی؟ خکوی بد مکوی. این نظارت نیست. واقعا اگر ما پارلمانی داشته باشیم که نظارت دقیق داشته باشد، هیچ وقت تیارای ما در هندوستان به خاطر از اینکه برای سیاحت برن جنازه نمیبرن. آقای فراز، شما تا حالا گفتین هیچ پول مصرف نکردین در پیکارهای انتخاباتی؟ هیچ مصرف نکردیم. پس چگونه وقتی که من میگم ما فریاد اکثریت خاموش هستم، فریاد او انسان هایی هستم که با این وضعیت تحسن کردن در داخل خانه های خود نمیایند. یعنی ما خانه به خانه میریم، مالی میل تاسی وازی مایت کی که جامعه نور خلقم لتاسی. وقتی قش اکثر دی خاموش میگم، مهات به یک طبقه نمیشه. جوانایی هستن که دکترا دارن، میر کچالو سودا میکنن. چرا این مزیت از دکترا استفاده نمیشه؟ به خاطر که واسطه ندارن، به خاطر پول ندارن، به خاطر وکیل نمیشناسن. بله. تغییرات اساسی که شما پس از رفتن به مجلس خواهید آورد چی تغییرات است؟ مثلا در کدام بخش؟ قبلا عرض کردم، ما گفتم ما اگر در پارلمان راه پیدا بکنیم، با این کتله روشنی که امروز گفتم، پارامترهای شخصیتی از نور تعهد و تخصص و تحول ساخته است، ما یک تیمی را خاص ساختیم تیم. که جلوی تمام فساد تیم. ممنون از شما آقای سید نجیب الله فراز، سپاسگزارم از دورتان. آقای امیری، شما حرفای آقای فراز و برنامه‌هایشون بر راه یافتن به مجلس شنیدین که اونا برنامه‌ای داشتن، خواستن که بگوین صدای اکثریت خاموش هستن. شما چگونه تحلیل میکنین برنامه اینا را؟ اول خود اجازه بدید که برای آقای فراز آرزوی موفقیت کنیم که جوان است و اراده کرده است که به چی برود، به پارلمان برود، و خوب است که پارلمان ما متشکل از جوانان ما باشد و به خصوص که اگر او جوان تحصیل کرده باشد. منتها چند نکته در صحبت های آقای فراز هست. اینجا ما از یک رسانه عمومی صحبت میکنیم و مخاطب ما همه مردم افغانستان است، باید که مسئولیت ها را در حد امکان رعایت کنیم.
این اکثریت خاموش که قصش عمدهش معلمین هستن، اینا چی مشکل داره؟ مشکل قانونی داره؟ این مشکل لازم مشخص نشد. درسته اینا بیکار هستند، ولی شما چی قانونی را در پارلمان تغییر میدید که مشکل این اکثریت خاموش حل شد؟ اینا مشکل قانونی خیلی کمتر داره. فسادها از جاهای مختلف دیگه هستند. مکتب ندارن، سقف ندارن، بس کارهایی که در وقت کم نیستن. وقتی سبجه دلن تاسم پاید بدری جملو که وای تشکر در من نه اول خود تشکر کوم او تبریک وایم او داسې شخصیت ته چې پوشش کوي چې هغه مرحله ته ورسیږي. فکر یوه مشکل چې ضرورت لرمه هغه دا چې اوسنی پارلمان کې د تیر دوه پارلمانو کې موږ ته حدود کې دیش پنځه دیش کس ډېر ښه خلک درلوده، لیکن متبقی نه و. دغه دیش پنځه دیش کس هر څه کار چې کاوه نتیجه ته نه رسیدلی. بله، میریم با نعمت برمیگردیم و میبینیم که با نامزد بعدی چی گفتگوی داره. نعمت، اگر صدای ما را داری میتونی که آغاز کنی گفتگوی خود را. قدرمن لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. له کندهار ولایت څخه زموږ دوهم نوماند سید علي جاوید فیصل دی، او د ده سره به د ده د نوماندۍ د راز په تړاو باندې خبرې کوو. فیصل صاحب، ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایه چې فیصل صاحب دوه نومونه لري او برنامه به مو څه وي؟ ډېره مننه. تاسو ته معلومیږي د پارلمان غړي درې عمده وظایف لري. تقنین دی چې قوانین باید جوړ کړي، بودیجه ده چې وایي ګوري تصویب یې کړي، او د حکومت له کارونو نظارت دی. زما لومړیتوبونه هم همدا دي. لومړی غواړو چې پارلمان کې اعتماد رایه اله نیسي، ځکه چې په اوسني شکل کېږي موکلې نه پوهېږي چې موږ چا ته د څه شي پر اساس یا د باور رایه ورکوو یا یې ورڅخه اخلو. دوهم بحث هغه قوانینو د اوسني شکل دی چې دا باید تغیر شي. دا زه غواړم معرفي کړم پارلمان کې، ځکه د ولس د اړتیا سره سم مهمه ده چې قوانین موږ جوړ کړو، او د هغه وخت جوړیږي چې وکیلان خپله پر دې باندې کار وزارت عدلیه دا کار کوي. دریم بحث چې دی هغه د بودیجې میکانیزم دی. دا اوس له راسخ قاعدې ته جوړیږي. مهمه ده چې موږ یې له قاعدې څخه راسته جوړ کړو، تر څو د محلونو په کچه باندې د ولس ملاتړ په کښې ځای شي. بل بحث چې زه یې لرم، موکلین په کندهار کې پاتې کیږي او وکیلان به ځي کابل ته. اړتیا ده چې په محلي کچه باندې یو دفتر واوسیږي، تر څو دلته خلک چې دي موکلین هغوی د خپلو غوښتنو دپاره دلته مراجعه وکړي او یو څوک وي چې ږغ یې واوري. بله، فیصل صاحب، مخکې مطبوعاتي ډګر کې پاتې شوي یاست، ولې مو غوښتل چې پارلمان ته راشئ؟ زما کار تقریبا څلور کاله په کندهار کې د ولایت ویاند وم، او څلور کاله په مرکز کې د اجرایه ریاست مرستیال ویاند وم. کار مې همیشه په حکومتدارۍ کې و. تر هغه مخکې مې د محل په سطحه، د ولسوالۍ په سطحه کار کړی. په ډنډ ولسوالۍ کې ما کار کاوه د کندهار. نو زه د ولس په اړتیاوو، د حکومت په ضرورتونو او نیمګړتیاوو باندې ښه خبر یم، او کولای سم چې له ولس څخه په ولسي چوکاټ کې د حکومتي چوکاټ د باندې ډېر کار وکړم، ډېر خدمت وکړم. همیشه مې کاوه په حکومت کې. اوس غواړم چې د ولس ادرس څخه دا کار ته دوام ورکړم. بله، په مشخص ډول باندې، په مشماروار ډول، یو یا دوه دندې د پارلمان راته ووایه، ستاسو دندې د پارلمان څه دي؟ تقنین دی به مخکې اشاره وکړم، د باور رایه یا د اعتماد رایه وزیرانو ته، د هغوی استعضا ده، د بودیجې تصویب دی، د حکومت له کارونو څخه نظارت دی، او دا عمده وظایف دی چې د پارلمان غړي یې باید ولري. بله، کمپاینونه هم پیل شوي دي. څومره مصارف وکړي کمپاینونه؟ ولا کمپاینونه پیل شوي دي، تر اوسه خو لا د مصارفو وخت پاتې دی، ځکه زما پلان دا دی چې زه خپل د کمپاین تمرکز د کمپاین پر وروستۍ ورځو باندې ولرم. نو کله چې تکمیل شوي مصارف مو کړي دي، او څونی مصارف غواړئ وکړئ؟ نهایتا د درو لکو څلور لکو افغانۍ سره. دا پیسې مو خپلې دي او که نور کسانې دي؟ ما ته ملګرو راکړي دي. زه چې راغلم د ملګرو سره، مخکې دې چې راسم کار مې وکړلی چې باید زه پیسې راجمې کړم، اوسم د چندې ټولولو په حال کې. بل، که چیرې د کندهار استازی وټاکل شوې پارلمان کې، لومړی ځل به مو د کندهار لپاره اساسي ستونزې حل څه وي؟ مهمترین مشکل چې په کندهار کې موږ لرو، هغه د تعلیم د سطحې اوسنی ټیټوالی دی، یا ټیټ وضعیت دی. پر دې به کار کوو په ګډه باندې، چې که څه هم دا د پارلمان د وکیلانو یا د غړو په مستقیمو مسؤلیتونو کې نه راځي، ولې پر دې باندې به کار کوو چې د تعلیم په ډګر کې هغه لاسوهنې چې ستا د هغه مخنیوی وسي، ضرورتونو ته رسیدګي دی، یا د کندهار د خلکو هغه اساسي غوښتنې وړتیاوې دي چې هغه باید په بودیجه کې منعکس شي. د تېر پارلمان له غړو سره به توپیر په څه کې وي؟ اساسي توپیر د پارلمان د غړو په ارتباط بهتره ده چې د افغانستان خلک د خپل فکر مطابق او د خپل قضاوت مطابق بحث وکړي. اما زه په دې ډاډه یم چې زه د یوه لوستې کس په حیث، د یو چا په حیث چې په حکومت کې د کار تجربه لرم، د ولسي کار تجربه لرم، کولای سم چې د کندهار د خلکو له تاریخ، له نوم، له نشانه، له حیثیته او له اړتیاوو څخه ښه نمایندګي وکړم. بله، که چیرې بریالي نه شوئ پارلمان ته او
کومه بدیل لار به غوره کوي ان شاء الله ولس را سره ولار دی اراده نیک ده هدف مشخص دی او کار کو بر لیکیجو ولیکنو هم مبارزه ته دوام ورکو د ولس پسند کې به هم ولار او کبر علی سواس پارلمان ته ولار لاس او د خلکو غجمن چې تاسو سر کړی دی غم پر نه کړی پارلمان پرځدی ان شاء الله پوره کوي دا سکار کوي چې ته مجبور نو چې پارلمان پرېږده وکړي عملي کوي او د خلکو سره په ګډه باندې اصلاحاتو لپاره د لوی ارمانونو لپاره کار کوي د کندهار هم دا ستونزه څه ده اساسي لوی ستونزه په کندهار کې د شمر امنیت شدی حکومتاري وضعیت مناسب دی لوی ستونزه دلته د معرفت ده لوی ستونزه د اوبو ده په ټول اوله سلسله کې کله چې تاسو ګوري بس کوي یلته د اوبو ستونزه ستا ډیره جدي ستونزه ستا او د معرفت مشکل دی په صحیح برخه کې ضرورت دی چې اصلاحات راشي په ټول کې بیکاری د لوست قشر مشخصاً هغه اساسي مشکل دی چې په ارتباط ټولنیز بحث وشي ځکه یو وکیل یوازې نسي کولای چې هغه د بیکاری په بل ضرورت کې کار وکړي بله تاسو خپل ځوان د ځوانانو لپاره د کومو فعالیتونو د ترسره کولو پلان لري لانډول مهم تعلیم دی بیا هم تعلیم دی بیا هم تعلیم دی او کارمندونه د چرغ باندې تمرکز کوي ډیره زیات مننه قدرمن لیدونکو د دوهم نومان د وخت فایټرز لی ورزو کابل سټوډیو له میرم پس از میون برنامه دوباره برمیگردیم بانک نگرانی ها درباره کار نکردن درست دستگاه های شناسایی بایومتریک رای دهندگان در روز انتخابات و نیز نرسیدن این دستگاه ها به 21,000 مرکز وجود دارند کمیسیون مستقل انتخابات بر بکارگیری از این دستگاه ها در تمامی مراکز رای دهی تاکید می ورزد صندوق هایی که بدون بایومتریک می ما قبول نخواهیم کرد یک ای فیصله دیروز شد و کمیسیون امروز رسما در وبسایت خودم اعلان میکنه رساندن از این و ای که اگر کدام مشکلی میشه این روزی است که ما امیدوار هستیم که اول همین صورت نگیره ولی اگر صورت بگیره کمیسیون تجویز دیگر را در روز خواهد گرفت در همین حال احزاب سیاسی میگویند که اگر این دستگاه ها تا روز انتخابات به برخی از مراکز نمی رسند و یا این دستگاه ها مشکل فنی پیدا می کنند باید انتخابات در این مراکز چند روز به تاخیر بیفتند ما پیشنهاد ما ایست که بایومتریک باید در تمام نقاط کشور بدون استثناء انجام شود دستگاه های شناسایی بیومتریک رای دهندگان جزئیات یک رای دهنده را با رای دهنده دیگر تفکیک کرده نمی تواند. رای تکراری و غیر ثابت را می پذیرد. به هم خراب لاست در آنودون که تاسی پا جوانده برنه در انتخابات نواد آفت و تاکن خبرمون لیدونی که از مک پستودیو که ملمانه لرو داشتن لکنده هار نو زبل هم نومانده اشتا بکنده هار که دیا و لکنده هار خبرمون تا وصل لی اولانده در خویل جاید فیصل خبری تاسی و آورید لیخ پل پروگرامونو پا حالا وقتی پختم سیم لمره رازی ستاسی نظر و اخلو سم مهم خبری بید دیر تشکر زباید دو ام جاید فیصل خود جواندی تعلیمی افتادی پودی لیکن د چې خپل اساسي ټکی علم بوای چې باید علم تکمیل سي تعلیم هغه اساسي شی دی دا ضرور دی لیکن تر هغه دمخه فقر او امنیت ډیر مهم دی فقر او امنیت که موږ دغه د شر خلاص نسو تر هغه موږ تعلیم ته نسو تلای او فکر کوي چې یو وکیل څه کولی شي د امنیت په تامین کې د فقر د کچې په کمښت کې په هر صورت په تعلیم فقر او امنیت د ټولو ساحو کې وکیل مستقیما مداخله نه کوي لیکن پالیسی جوړول زمینه سازی میتونه هم زمینه برابرۍ د هر صورت هم د خلکو سره په ارتباط او هم د حکومت سره د خپل مسؤلیت په اساس برداشت د چاولویات باید د امنیت ما په خیال شم امنیت باید امنیت ته ټولو ولري او تر هغه وروسته فقر دی تر هغه حتی فقر امنیت یو دی زما په شخصي نظر نن ورځ موږ جګړه د بل شاسر نه ده د فقر سره ده ولې زما د وطن دشمنان زما فقر زما مقابل کې استعمالوي نو فقر اولین شی دی پسې امنیت دی پسې بیا تعلیم دی اما به هر حالت شما برنامه را یافتین در برنامه ایشان؟ من با بختار مسئله امنیت و فقر نگفتن فقر مسئله تعلیم بسیار زیاد آقای امیری دیدگاه شما را داشته خوب بود آقای فیصل خوب ظاهر شد راجع به سابقه خوب صحبت کرد تجربه کاریش هم بد نیست در کار حکومت داری بوده سخنگوی والی بوده سخنگوی ریاست اجرایی بوده در تقنین و حوزه کار پارلمان هم مسلط بود چیزی خیلی بیرون نگفت درسته چیزی خیلی نو نگفت اگر امنیت را مقدم بداریم یا تعلیم تربیت را فرق نمیکنه در مجموع بخش زیادی نامنی از امنی است که ضعف تعلیم تربیت داریم به نظر من نقطه زیاد بدی نبود چیزی خیلی نو نگفت ولی واقع بینانه بود و با اعتماد به نفس داشت برای شرزی موفقیت کنیم بله اما آقای پشتون شما فکر میکنین که در قلب
ارائه برنامه نامزدان میتونه به عنوان یک چیز نو، یک برنامه نو برای مردم افغانستان باشه، برای یک تصمیم گیری بهتر. حالا در گذشته شاید ما کمتر داشتیم برنامه هایی که نامزدان میامدن و طرح خود را بر رفتن به مجلس با مردم ارائه میکردن، اما امروز نامزدان میان و پاسخگو هستن به هر پرسش مردم. یک نقطه اساسی است که شاید اگر یک ما پیش ما پرسان میکردین که تو باش نامزدان چی میگه، مردم شدن دلچسپی نشان نمیده، حالی که گپا رو میشنوه طبعا به او طرف نام توجه میکنه مردم عامه. من مقصد این است وقتی که بحث سر مسائل عمده میشه، باید اما مسائل اساسی که مردم با او تکلیف داره دو بحثه که اونا توجه خاص به خودش وکیلا پیدا کنه، به نامزدا پیدا کنه. اگر او توجه خاص پیدا نکنه از انتخابات دور میگه. به نگاه شما برجستگی یک برنامه یک نامزد چی بوده میتونه؟ بقیده من نامزد میتونه که در منطقه خودش، اگر دیگه جایم نباشه، در کلی مملکت نباشه، در منطقه خود مشکلات اصلی را تثبیت کنه و مردم از وقتا بحث از مردم او را بگیره و او را کوشش کنه که زیاد تاثیر سرش برده. بله من خواهلا پختون خواهلا میدی اسپدیسی وضعیت که چنومندان نارومند پا بیلابیلو شوارونو سر خلکو تا کمپاین کبی فکر کوئی چی خلکو لپاره دا آسانه دا که دی گران کرده چی تفکیک وکی دی خوابت کندی دا امداشان داغ کسان دی زیاده چی نوی کسان دی پتیر که دست کما تجربه ادخال مردم چی گونه برشان اعتماد کنن؟ دقیقه سوال سختی است، باور کردن آسان نیستند، بخصوص شعارها هم بسیار مختلف هستند، ولی من فکر میکنم که رسانه نقش خوب بازی میکنه. برنامه شبیه این که کمی داوری شود صورت بگیره و رسانه های عمومی میتونه معلومات بی‌طرفانه تر را به مردم منتقل بکنه، قدرت انتخاب مردم بالا ببره. البته مشکلات به قوت خود باقی میمونه، بخصوص که ما خیلی کاندید زیاد داریم، شعارها بسیار مشابه هستند و نقد عمومی بسیار کم هستند، شعارهای خوب و خراب از هم تفکیک نمیشوند. این مشکل به قوت خود باقیه، ولی میشود از طریق همین رقم برنامه های رو کاهش داد. بله. خلق کولشی دیلر یا تفکیک و کی چه خوب بعد به طور نسبی به طور نسبی بله. بله. اگر همکاران ما صدای ما را دارن بگن که کدام نامزد بعدی آماده است تا ما احمد شاه سنگدل زنگریزایت سنگدل سب ده دنیا پونتون مشرم ده امداشان سوداگر و تجارم پت شده. بله نو شما میشه تا لحظه دیگر حرفایتان آغاز کنین. او نیمت هم شته صدف لام کندار که دیلتا نور نومدان هم شته ده زابل نور نومدان تلیلی دی او نیمت دو عمل تقیقی گی پتو شیمو کبار و ما برالاوی کنده ها رو هرات تلاش میکنیم که دیگر ولایت ها هم بر سفر داشته باشیم، بریم با نامزدای دیگه ولایت هم گفتگوی داشته باشیم، ببینیم که برنامه های اونا در سراسر افغانستان چیگونه است و قسمی که آقای پشتون گفتن که نامزدا برای جذب بیشتر مردم باید برنامه هاشان یک کم مشخصتر داشته باشن. بله. و همچنان برای بررسی برنامه های نامزدان ما بله. کارشناس ها هم در هر شب با خود می داشته باشیم و حالا بریم ببینیم که آقای سنگدل بر رفتن به مجلس نمایندگان چی برنامه های داره. سلام بر شما، ممنون حضورتان. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما، به نام خداوند حلم و قلم، عرض ادب خدمت شما، خدمت پشتون صاحب، خدمت تمام ملت غیور افغانستان که امروز برای ابدومین دور انتخابات مجلس نمایندگان در آستانهش قرار دارن، عرض ادب و سلام دارم. آقای سنگدل یک شوخی، چرا تخلصتان سنگدل است؟ کشور قدر درد دارد که باید ما سنگدل باشیم، اگر سنگدل نباشیم درد ملت خود نمیتونیم دوا بکنیم. بله، شما قبلا چی کارهایی کردین که با اعتماد به همون کارها میخواین که وارد پیکارهای انتخاباتی شدین و میخواین به مجلس را پیدا کنین؟ خب شعاری که دوستا گفتن ما شعار انتخاباتی معلوم است و مطابق به تا عملکرد خود انجام دادیم. ما منایس رئیس پانتون دنیا که دو ماستری دارم، یک ماستری در علوم نظامی و ماستری دیگه هم در علوم سیاسی، از کشور خارج از کشور البته ماستری را گرفتیم و مدت 10 سال میشه که به صفت رئیس پانتون دنیا و رئیس بنیاد خیریه نجات که اضافه تر 120 مکتب دولتی را کمک های از قبیل کامپیوتر، میز، چوکی و بعضی کمک های دیگر ما انجام دادیم. شعار انتخاباتی ما یک ملت، یک هدف، یک اراده، یو ملت، یو هدف، یو اراده، بر ملت، بر هدف، بر اراده، که ما تقریبا در همی آستانه که ما مدت 10 سال در بخش علم و دانش، در بخش تحصیلات به مردم افغانستان، بخصوص جوانانی که امروز تفنگ را به قلم تبدیل کردن، ما امروز در اونجا کار کردیم و افتخار میکنم که با یک نسل متفاوت ما همکار هستم و افتخار زیر میکنم که اضافه تر از 2000 جوان از پانتون دنیا فارغ شده. خوشبختانه اینا البته بار دوش جامعه نبودن، البته خودشان از خود امکانات و دستاوردهای بزرگ را برای مردم خود آوردن.
بناهن شعاری که ما با یک ملت گفتیم، امروز در نهاد تحصیلی که ما رئیسش می باشم، هیچ نوع تبعیضی در داخل پانتون ما وجود ندارد. تمام مردم افغانستان این پانتون پانتون ملی فکر میکنه و ملی فکر کردن و تا حدود ما با یک از ملت با یک تبدیل کردیم. بله. هدف ما مشخص است. برنامه قسمی که پشتون صاحب پیشتر گفته، برنامه فقر و برنامه امنیت. ما فقیر نیستیم ولی ما را در فقر نگاه میکنن. بناهن کشور ما کشور توانمند است، کشور فقیر نیست. امروز جهان در فکر تکنولوژی بزرگ میباشد. در وضعیت اگه تشریح تاسی که تاسی چه پروگرام لری در فقر در کچ کمک لپرد؟ زما پروگرام دقیقه دی پروگرام ما ای است که ما بخاطر ازی که ما فقر البته رویش برنامه داشته باشیم، همه چیزی است که ما با تحصیلات و با علم دانش مثل که سایر کشورها هدف شعار دیگه ما یک هدف، ما به هدف ما فقط تحصیلات است. هر زمانی که ما تحصیل کرده های داریم که بیکار هستند، فقیر هستند. درست است، تحصیل کرده های ما داریم که فقیر است، ولی باید پالیسی و پروگرام را باید یک وکیل و یا نامزد مجلس نمایندگان برنامه خاص را باید داشته باشه که ما از این فقر علمی و فقر تحصیلی نجات پیدا کنیم. شما همون برنامه را ساختین؟ ما برنامه های مشخص را روی تحصیلات عالی دارم که امروز 200 هزار جوان ما امتحان کنکور میده، ولی 100 هزار جوان ما را برش میگه که شما بی نتیجه هستین. بنابراین راه های حل وجود داره. بدون از اینکه پول مصرف کنی، ما پلان و طرح را دارم که این جوانایی که امروز به سرنوشت میمانند و اونا راه به تحصیلات عالی پیدا نمیکنند، برنامه های مشخص دارم. هر زمان اگر خواست خداوند باشه به خانه ملت ما برنامه هی است که ما جوانایی که از امتحان کنکور البته اونا رسیدگی کرده نمیتونن، ما طرح ها و پلان های داریم. ما برای دولت برای حکومت پروپوزال ها و برنامه هایی را میتیم که امروز در تنا در شهر کابل 55 و 60 پانتون خصوصی است. اگر دولت حکومت زمینی ازیر مساید بسازه که به هر پانتون های خصوصی 5 جریب زمین، 10 جریب زمین برای اینا را بتن و از اونا خواهش بکنن که ما 10 جریب زمینی که برای شما میتیم بناهن اینی بلی. زمین از دولت امکانات شما نهاد امنهاد باید با شکل استاندارد، یعنی با پانتون استاندارد بنان با پانتون استاندارد باشه و دولت از اونا چی خواهش داشته باشد. هر سال اونا برنامه داشته باشه که 500 جوان به سوال رایگان مثل پانتون کابل وره اینا بپذیرن و هم زمین از دولت باشه و هم امکانات بنان. شما هم صحبت کنیم فواد پیکار انتخاباتتون چگونه آغاز کردین؟ خب ما البته با مو جدیت و تلاش و شناختی که با مردم خود داشتم وقت دیر کم دستم درسته پشل سانیو که اگر دنیا پونتون پاره یا موضوع را پرده شد و چه در سویسی و ما سر کم تراو لری اگر مشکل اگر جنجال چنگ شو پانتون دنیا امروز افتخار برای ملت افغانستان آورده که در بین 170 کشور در بین 170 پانتون های خصوصی و دولتی در ایالات متحده امریکا و در یوکی امروز بیرق افغانستان در بین 60 کشور دنیا که جناب رئیس جمهور پیام تبریکی و وزیر صاحب تحصیلات عالی مشکل دنیا هیت نه مشکل نداره. امروز این بیرق افغانستان البته پانتون دنیا در بین 170 کشور و سندل بودن که در تشکر شما بخیر باشید موفق باشید. شما میتونید برین بجایتان و بیم دیدگاه میمونان خود داشته باشیم. آقای پشتون شما چی فکر میکنین که آقای سنگدل بر رفتن به مجلس تا چی حد برنامه های عملی؟ اول خوب بگویم که سنگدل نیست، نرمدل است. استاد نمیتونه که سنگدل شود و یک استاد بسیار کامیاب است. به هر صورت خدا دیگه هم کامیاب نگاه کشونه. خدا کنه این هم کامیابی که در استادی دارین این در چه با خود ببرین در پارلمان. مسئله اساسی ره که من مسئله چون شما مسئله با سر تعلیم میمندازیم و تعلیم هم ضرور است، در این شکل نیست. من بازم سر همین مسئله فشار میارم که به تعلیم رسیدن، شروع تعلیم و نسل جوان تعلیم دادن در شرایط میشه که او امنیتی کافی داشته باشه، نان شو داشته باشه. پس مسئله امنیت و فقر باز هم باید شروع داشته باشیم. یعنی این جدا کرده نمیتونیم. یک مسئله. مسئله دوم البته با آن همه مشکلاتی که ما داشتیم، امنیت و غیره و غیره و غیره، در این 15-16 سالی که واقعا امیو پانتونا تولیداتی کردن واقعا قابل افتخار است و مخصوصا پانتون شما. ما سوال ما ایسته که خدا کنه که شما اینمی کل تفصیلات و همه ضرورتایش به پارلمان ببرین.
کامیاب شون و پارلمان بریم و پارلمان رو متوجه بسازن که دان از زمین را پیش بره. خاله پختون د تحصیلات لپاره دوی د زنګړي پروګرامونو خبره وکړه چې د حکومت سره تفاهم وکړي غوړ تزمکه ورکې دوی به ځین مسلین به جذبې فکر کوي چې یو عملی تاګلار ده یو عملی پروګرام ده که د اوله سوي وای او لیکن اوس ډیر نه وخت دوی چې اوس پلان لري اوس ډیر نه وخت په اوله کدا شي سوي وای نو به د تعلیمي ترتیب تقریبا نیمه دولتي نیمه شخصي سوي وای دا نو په دې معنی سره چې په انسجام عمومي به وای یو اساسي زوف چې ما په فکر ستا دا اوسنی نیوی شخصي په انتونو کې شخصي مکاتبو کې انسجام نسته کلی انسجام نسته دا انسجام باید دولت پوجید راولی افراد تو بابه نیست که دایی ممنون شما آقای امیری مردم بیشتر میخواین بفهمن که یک نامزد در مورد مشکلات یک ولایت که خود حداقل از اون نامزد میسازه چی راهکار برای حل اون مشکل داره شما در حرفای آقای سنگدل چیز برای راه حل مشکلات مردم دریافتین برنامه‌ای نوه داشتن؟ آقای سنگدل خو گفتن ما برنامه و پروپوزال و اینا داریم شاید وقتم کم بود او رو خوب توضیح کردن نتوانست و نفس همی که ایشان موفق بوده و محسن نجات داشته و مکتب داشته خب به شخصی است عملگرا و موفق و باید خوشبین باشیم که آرزوی موفقیت کنیم برایشان منتها یک نکته در مورد شعارشان میخوایم یادآوری بکنیم که یک ملت یک هدف یک اراده بیشتر یک شعار اخلاقیه یعنی یک شعار کاربردین شما میخواهید چیکار کنید کلی مردم یک هدف و یک اراده خود چیز خوبی است ولی یعنی چیکار میکنید که همه مردم یک هدف داشته باشه به اون خاطر شاید جذاب باشه لحاظ اخلاقی خوب باشه این چیزا رو باشه ولی عملی و کاربردین هم میخواستیم یک نکته بگوییم که در شعارشان گرچه شعار جالبی هم هست ولی یک ملاحظه فنی وجود دارد و این خیلی نمیتونه یعنی کسی که رای بده یعنی چی بگه که یک هدف یک ملت یک اراده ما مردم رای میدم یعنی که آدم عملگرایی که مکتب میسازه کار میکنه باید شعارش خیلی عملگرایانه تر و به چیزای کانکریت در خود شهر اشاره کنه ممنون از شما آقای امیری میریم دوباره به کندهار به نعمت نعمت اگر صدای ما رو داری میتونی که با نامزد بعدی گفتگوی خود را آغاز کنی و ما بر علاوه کندهار از زابل هم امشب نامزدان مجلس را داریم فواد که به کندهار آمدن و با نعمت گفتگو دارن و ما نتیجه گفتگوی اونا را در میز تحلیل کنیم بیا هم شرق لاست از موج بلا ملمنال کندهار ولایت سخه چیزانی نومند کردی دکتر عزیزه و تنوال عزیزه اغل عزیز په خیر راغلی درته ویلم لای چیرې اوسیدل یاست چې دا ځل مولا کندهار ولایت څخه ځان نومن کړی دی مننه بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته د سټوډیو د کابل د سټوډیو حکمانو او کارکونکو ته او ټول افغانستان اوسیدونکو ته او ما دا ویل چې چیرې اوسېدلی واست چې ومغوښتل د کندهار ولایت څخه نوماند سي او ولسه جرګې ته لار پیدا کړې زه تقریبا د شپږ نیم اوو کالو راهیسې په کندهار کې اوسېږم د ډاکټر په حیث کار کوم هغه کلینیک چې زه کار پکې کوم هلته غریبانې ښځې او کوچنیان راځي چې مفت صحي خدمات ترلاسه کوي د ډاکټر د کتنځي څخه نیولې تر دواو پورې او یو شمېر بله روغتیا برخه کې خو م کار کړی دی پارلمان ته په ورتګ سره کومه طرحه لري چې د کندهار د خلکو لپاره خصوصا د ښځو لپاره ډېر زیات کار وکړي ما په کلینیکي برخه کې یعنی په روغتیایي برخه کې تقریبا دېرش کاله کار په سویډن کې کړی دی د هغه جملې څخه تقریبا دوه ویشت کاله هلته په سویډن کې اوسېدلی دوه دېرش کاله په سویډن کې اوسېدلی یم او د اخري شپږ کاله دلته اوسېږم چې په کال کې یو دوه حتی درې واره ځم کار کوم او هغه معاش چې د هغه ځای څخه اخلم دلتا مصرفوم او دلتا افتخاری کار ولی آقا جوان پرشدی رازی دلتا دخل گو وکالت تا رازی دلتا خو وضعیتم تاست معلوم دی؟ وضعیت را معلوم دی بشک زتر نور و تنوان وضعیت نیمه او ما ته حالت زما همکاران هم ویلو چې ته څنګه افغانستان ته ځې او بیا کندهار ته ځې ویل ما ورته وویل زما وینې تر دا نور نه دي سوي د کندهار اساسي ستونزه څه ده؟ اساسي ډېرې ستونزې لري اساسي ستونزه تر ټولو جدي ستونزه یې څه شته؟ تر ټولو اساسي ستونزه ما غوښتل چې په سر کې زه ووایم چې سلامونه زه د افغانستان و ټولو د ټولو شهیدانو او وروح ته روح دې شاد وي په خاصه توګه د ناصر مبارز چې یو نیمه دوه هفته دمخه دلته شهید شو
او دا د هدفي ترورونو نمائندگی کوي په کندهار بل کندهار اساسي ستونزه ده بل چې خلک یا ولس مسؤلیت نه احساس بل دغه ستونزه له منځه وړلو لپاره کچیر پارلمان ته بلی سواس د ستونزه د له منځه وړلو لپاره به مکار څوي لمړني هڅه به وکړي تاسو معلومه ده چې د ستونزې لپاره مهم شی امنیت دی چې په دې کې دولت لوی مسؤلیت لري څه به کوي دغه ستونزې له منځه وړلو لپاره نو په پارلمان کې امکانات دي چې ستاسو پر امنیتي ارګانونو باندې سړی فشار راولي چې باید خپل سهو خطا او توجیه سي او حکومت به دي چې تر اوسه پر جنگ باندې مصرفيږي د دې باید لکه جمهور رئیس چې جديت ښکار کوي و دې ته باید په جدي سترګه وکتل شي. باورمن دی چې پارلمان ته بلار پیدا کړی؟ یقین لرم چې زه د ولس په تشویق او غوښتنه باندې ما ځان نوماند کړی دی او په دې مبارزه کې زه نه غواړم چې امید له لاسه ورکړم. بلې، سیاسي ملاتړ لري او که خپلواک نوماند یې؟ زه خپلواک نوماند یم. بلې، د کمپاین مصارف مو څوک ورکوي؟ خپله ما ورکړی دی. څومره سرمایه لري؟ سرمایه ما غو ډیکلریشن چې په مو کې کېدی پاره کې مې خپل سرمایه ورکړې ده د دومره ډیر سرمایه مثلا څونی سرمایه ما زما د معاش سرمایه ده چې په اروپا کې ګټم راوړې مې دلته مصرف کړو تر اوسه مې څومره مصرف کړی دی کمپاین کې عمر مې نه مصرف کړی چې ډیر سي یو $3,000 باندې مصرف کړی هغه پر د دغه باندې بنرانو باندې نه کړی یا 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 بنران زما زما دغه چې دی هغه پیسې لا طرفداران چې دی هغه ما ته زنګ وی وای طرفداران مو څوک دي ولستي بل ولستي کومه طبقه خلک دي هر څوک ستر نر شزي ځوانان کوم ولسوالي ته سفرونه کړی زه خپل هم په شهر کې او هم په کلی کې ژوند کوم نو ارزو مت سشته دا غرات وایس سلام ډول باندې شي شي پښتنه کې نه لاله وخت مو ډیر کم دی 15 دقیقې وخت لر وخت پاتې سم ده کوم ارزو لرم هو نو ارزو مت سشته نو ارزو می ما په خپل شهر کې کلی کې تعلیم او تربیه او دغه صحیح خدمات او ډیر معنا د ځوانان سره ډیر مننه وخت په پای ته رسیدلې دي او قدرمن لیدونکو بیا هم ورزو د کابل سټوډیو ته چې هم کاران مو توای بله ممنون نیمه دوباره به خودت برمیگردیم حالا میریم گفته های خانم عزیزه و تنوال عزیزی بله هم دست کنم بله را با مهمانان برنامه بحث میکنیم فقط بله لمره به خبر پختون سم نظر بود تشکر ډیر اول خو ډیر تشکر خور عزیزه ډاکټر صاحب عزیزه دا ستوند خدمات چې د کلی دي د صحی ساحه کې واقعا ضرورت مرتسته او د لوی خدمت او لوی لوخ خلاب دک سوي ده فقط ما یو سوال دی اصلا په دې مسله کې په دې شک نشته چې د دغه یو شخصیت موجودیت په دغه کې ډیر فائدہ وکي په پارلمان کې د خلکو د خدمات لپاره اما دا باید یو شی مطالعه کې چې آیا دغه خدمات په دغه اندازه په دغه عمق چې الته په کندهار کې کوي د بیچاره خلکو سره د پاره آیا کله پارلمان ته راشي دغه د خلکو ته کومک وکړای شي کوونی سکړای کدا نه سکړای به تر دې چې په دغه طبي مسایل د مختبوسي او ته په سی وسات ورکی زبر دلته اوس قضاوت او خلکو تم ډیر ګراند یعنی انتخاب خلکو تم ډیر مشکل دی اوس دوی هغه تیر ته په پام سره خلک باید قضاوت وکړي او انتخاب وکړي کڅنګه دا باید خپل قضاوت دا باید خپل قضاوت وکي چې آیا دغه خدمات چې دا په وسنی عمق کې واقعا د کوښنی شي نه دی د عام خلکو لپاره الته کور په کور کومک سره کول تیبي مسایل او په ډیرو بد حالات کې بد شرایط کې آیا کدا راسي و پارلمان ته هم د خپل خلکو په دغه اندازې تر دې به تر خدمت وکړي یو بل مسله به خغل پختون چې دوی ول چې په بهر او دنه ژوند کړم په افغانستان کې هم بیرون فکر کوي چې دغه څیر خلک چې کلال تک لدلتا د ولس اړختینه درد هیڅ کولای شي درد کولای شي سوال ایسي په سبب دي چې بعض وخت چې خارج ته ولاړ سي هلته درخت معلومي شي مش خلک څونه تکلیف لري دلته خلک مش تکلیف مش طبيعي بولو فوات خو څنګه ځان بشه به بشتر درد وکړي وخت کې برین وجه ببینین کې زندگی عادی را وجه ببینین بازی چې ببینین هم تفاوت برتون معلوم شه ته بعد مردم انوزه زیاتره را درک کده متن مخصوصا اگر توجه داشته باشه یکی پس مې وایي چې به حیث یک ډاکټر و تاری
منظم مفت کار میکنه خودش معنیش که توجه زیاد داره. ما فقط نقطه اساسی ما اینه که اگر اینمی خدمات اساسی و عمیق و ضروری را اگر ای بانه بره به پارلمان، آیا اوی پارلمان بهتر خدمات خواهد کرد نظر به هیچ؟ دامنیت نقطه تم اشاره لره لوچ پامنیتی چارواکو یا مقامات من به فشار راوړي د ولسي جرګې له لارې چې په هېواد کې د امنیت تامین لپاره خود به راوړي په ټولو شیانو باندې راوړي. زما دا دی په خپل د قضاوتو کې مورته نه پرېږدي، په خپل د قضاوتو کې چې دلته به ښه خدمت وکړي که به هلته خدمت کړي. بله ممنون آقای امیری، دیدگاه شما در رابطه به حرفایشان. به طور نسبی به نظرم خوب بود که یک دکتر خدمات صحی تجربه کار در صحت داره. در پارلمان هم اجازه بدید خوشبین باشیم، کمیسیون صحت عامه را داریم، میتونه که در پالیسی های صحی نقشی چی بسا خوبتری هم بازی بکنه، گرچند که در صحبت هایشان به او اشاره نبود. از مشکلات حوزه انتخابی خودم برداشت واقع بینانه داشتن، زن مجربه بود، زیاد بدبین نباشیم، نکته نوی نداشت، اما نکته های بیرون از چارچوب و یکی به یه حوزه اصلا مسلط نباشه نبود. من خوشبین هستم به خانم وطنوال عزیزی، خوب بود. یعنی ایرم فکر نکنیم که حالا چون دکتر است اونجا بیشتر میتونه کار کنه، اگر از مشکلات صحی بیشتر آگاه باشه میتونه که در پالیسی های کلان صحی میتونه نقش بهتری هم بازی بکنه. خوشبین باشیم، اشارهش به امنیت هم واقع بینانه و خوش بینانه بود. په دغه په دغه پینځو دغه خبره کې داسې څلور پینځه نقطې تاسو وموندلې چې کېدلی شي یو د ولسي جرګې یو غړی ولري یو د خلکو ښه نمایندګي پرې وکړي، داسې څلور پینځه ښه نقطې وي، برجسته نقطې وي. اگر بگویم که مسلط به حوزه تقنین و تعهد سیاسی به کار و آگاهی از پیامدهای اقداماتی که اونجا میشه به حیث نقطه های برجسته نمایندگی یا یک نماینده ایدئال، خود طبیعی است که در این فرصت کم شاید ایشان مجال پیدا نکرد و چیزها را نداشت، ولی علل قاعده باید نماینده اینمی ویژگی ها را داشته باشه. در قدم اول نماینده قانونگذار هستند و باید که قانون جزی نکات برجسته و مشکلاتی که در حوزه وجود دارد و مشکلاتی که در قوانین قبلی وجود داشته، اینا چیزای نکته هست که به نظر من خیلی مجال نشد که ایشان اشاره بکنه، ولی زیاد بدبین نیستیم، واقع بین معلوم شد و خود را خوب تجربه داشت. چون خیلی کوتاه بگوین که با این همه برنامه و شعارهای انتخاباتی فکر میکنین که ما یک پارلمان متفاوتر از گذشته خواهیم داشت؟ ما ارزوی ما است نمیست، لیکن من میگم که وقتی که پارلمانی نو شروع میشه، کار شروع میکنه، این متکی میشه به کسایی که نو میه و کسایی که نو میه دو چیز ضرورت دارن، یکی ضرورت مردم رو خوب بفهمه و دوم مشکلات موجوده پارلمان خوب بفهمه. یعنی به طور مثال تو واضح براتون بگویم، فساد شدیدی که در پارلمان موجود است او را باید متوجه باشه و مقابل از او مقاومت کنه. کرم وادان دیرم من. درود مجدد به شما. شما بیننده برنامه انتخابات 97 به گونه زنده و مستقیم از تولو نیوز هستید و ما بر علاوه کابل در کندهار و زابل هم نامزدان را داریم، در مورد برنامه‌هایشون صحبت می‌کنیم. حالا در استودیو با ما مهمانان جدید هستند، آقای نظری پریانی روزنامه‌نگار و آقای سید نظام الدین وحدت نویسنده و جامعه شناس. سپاسگزارم از حضورتان، سلام بر شما. دستوری خراب است. بله میریم به کندار. نو نعمت تلتده او بل نمان سرم خبری که په 15 دقیقو کې او په 15 دقیقو کې هغه نمان دی کاندید خپل پروګرامونه وایي او خپل اهداف وایي چې ولې ځان کاندید کړی. نو نعمت مهرباني. قدر من لیدونکو زموږ بل میلما صدیق الله فهیم دی، د هم لکنهار څخه ځان لومړی ځل دی نومان کړی دی. فهیم صاحب ښه راغلی، او که په لومړي ځل کې دا راته ووایه چې وړاندې تر دې مو چیرې کار کوئ چې دا ځل مو له کندهار ولایت څخه ولسي جرګې ته ځان نومان کړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. روان صاحب تاسو ته د تلو نیوز درنو لیدونکو اورېدونکو د تالار میلمنو ته او په سټوډیو کې محترم میلمنو ته سلامونه او نیکې هیلې تقدیموم. صدیق الله فهیم یم، کندهار څخه مې ځان نومان کړی دی جلسه و نیم کال ولسي جرګې ته. د کندهار یم، کندهار کې مې تقریبا شل دوش کاله وظیفه اجرا کړې ده، البت په ملل متحد او نړیوالو ټولنو کې، نړیوالو سازمانو کې. خوشبختانه د کندهار څخه تر څنګ مې د افغانستان په ډېرو ولایتو کې وظیفه اجرا کړې ده. ولې مو وغوښتل چې له خپل وظیفوي فیلډ څخه راسي او ځان له کندهار ولایت څخه ولسي جرګې ته نومان کړئ؟ چون زه د ډېر وخت د مدني ټولنې د فعال په صفت مې اکثره وخت په مرکز کې د جنوب غرب حوزې نمایندګي کول، او همدغه ډول مې په نړیوال او ملي کنفرانسو کې مې برخه اخیستې ده. د 2014 یا د تېر رئیس جمهوري انتخاباتو وروسته مو
دا تصمیم ونیو یا دوستانو تشویق کړو چې د خپل مدني فعالیتونو په څنګ کې باید سیاسي فعالیتونو کې هم برخه واخلو او فعال پاتو ګړندې ځان منومان کوي. تر هم څه د پارلمان ته ځي کندهار کې بیلابیل ستونزې موجودې دي، تر څو دغه ستونزې ته د حل لارې ولټوي، تر هم څه د دې برخه کې شکر چون ما مستقیما په دولت کې وظیفه نه دی اجرا کړې او اما ډیر وخت د دولت د یو همکار په صفت په خصوصي سکتور یا خیریه سکتور کې مې وظیفه اجرا کړې ده. هغه ستونزې یا مشکلات یا هغه څه چې ما په هغه سکتور کې زده کړي دي او یم د دولت سره په همکاري کېدلې دي، زما چې تر ډېره حده ایدل دي د دولت په درګونو کوو کې مشکل د نه همانګۍ د په خاصل د اجرایو او د مقننه کووي تر هغه مداوي کوم ورو کولای شو پارلمان من هیڅ د یو ښه پارتنر د اجرایي قوه پاتسي البته منتقد به وي ولې د یو کنستراکټیو پارتنر په صفات به کار وکړي. همدغه ډول موږ په کراسو په امنیتي سکتور کې متاسفانه هغه څه چې ما اورېدلې دي اته یو وزارت پر بل وزارت یا یو نظامی قوه پر بل نظامی قوه باندې د جيب ځای چې همکار پاتې دي خپل وسایل او وسایت په پروش سره رسوي د دغه مخنیوي په خاطر کوم څه چې ټول قوای سره هم هنګ سي همکار پاتې سي د یو ادب د پرکار کې دغه بم طرحه چیرې بریالي اوس پارلمان ته په کوم برخو کې تغیرات غواړي چې رامنځته سي د قانون په برخه کې یا مثلا د تا پارلمان ترمنځ رابطې په برخه کې کوم برخه کې تغیرات رامنځته شي؟ اول خو هغه څه چې زه او ملت د نې کړېدلې یو متاسفانه بیوروکراسي ده. موږ به په ډېر هڅه وکړو چې کوم د افغانستان کې دغه بیوروکراسي چې په هغه زړه پرمټ پاتې ده په هغه زړه نمونه پاتې موږ په دغه ډول کولای شو چې دغه بیوروکراسي په نور جهان کې دغه خدمات ډېر سري سوي دي ډېر اثر سوي دي. اما موږ متاسفانه که یو مکتوب یو ادارې ته ویسو د سلاستا چې شپږ میاشتې پر چیر سوي دي پر یو عادي مکتوب باندې مکتوب نه جوابېږي مشکل تراشي کېږي چون دغه یو 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 فرصت د فسادم ایجاد کړی دی و دوستانو کارمندان ته په لحاظه بیوروکراسي باندې لاندې وکړو. بله د خلکو د کندهار د خلکو اساسي مشکلات څه شي د تر سوال ته پارلمان کې تاسو شریک کړئ او هغه ته حل لارې ولټوئ؟ مشکلات ډېر دي دوستانو موږ ته اشاره وکړله زه هم چې ښه حکومتداري سیدم په کندهار کې امنیت یو بخش امنیت یې شته اما د خدماتو رسیدګي په ټول ملک کې ستونزه ده. په کندهار کې هم یو د خدماتو رسیدګي د ولسته چې هغه عبارت د تعلیم تربیه څخه دی د سیاحت څخه دی او عدلي ارګانز موږ عدلي او قضایي ارګانونه متاسفانه ډېر ستونزې او مشکلات په سات باندې کوي. په تاکنو باور لري چې تر سره بسي کچېری بایومټریک وی او شفاف وی بالکل ان شاء الله. بله څومره باور مند یاست چې تاسو په پارلمان ته لار پیدا کوئ؟ چون ما په افغانستان کې او په کندهار کې په جنوب باربازه کې تقریبا شل دوه کال وظیفه اجرا کړې ده. د خلکو سره ډېر ښه روابط لرم، خلک هم پیژني او خلکو هڅولم او په زمن کې چې یو شته بل اشاره وکړم چې زه د یو فعال ګوند کاندید یم په کندهار کې نو ان شاء الله امیدوار یم. په لاندې ډول باندې خپل مسیج خلکو ته وایس له خلکو څخه غواړي؟ د خلکو څخه اول هغه پیغام ټول افغانان ته راځي موږ په دغه ګډ کور په افغانستان کې من هیڅ د ورونو او د خوندو دا زموږ مشترک کور دی. راځي ژوند وکړو او موږ ناګوزیر یو چې ژوند وکړو او دوهم راځي چې په ټولو ملي پروسو کې برخه پاله واخلو. ډېر زیات مننه فهیم صاحب ستاسو له راتګ څخه. قدرمن لیدونکو بیا هم ورګرځو د کابل سټوډیو. بله صدف نیماتو په کندهار کې د کندهار ولسی جرګې ته نومان صدیق الله فهیم سره غږیږو اوس دلته د سټوډیو کې د میلمنو نظر نه اخلو. لومړی به د ښاغلي پاریانی نظر واخلو. پاریانی صاحب مهم نقاط څه وو د ښاغلي فهیم خبرو کې؟ به نام خدا و عرض سلام. نکات مهمی که نامزد محترم ولایت قندهار داشت بیشتر در واقع بسیار واضح و روشن و فکت مشخصی نداشتن، اما در کل تا جای ذهنشان میرسه به ای که یک نامزد در پارلمان چه کاری را باید انجام بده با توجه به تجربه‌ای که اینا در نهادهایی که گفتن کار کردن داشتن و برخی از نکاتی که میتونه شامل وظیفه یک نامزد یک وکیل در یا نماینده در مجلس نمایندگان باشه اینا توجه کردن. یعنی پارلمان جایی هست که میتونه برای هماهنگی بیشتر نهادهای دولتی کار بکنه و مقننه و کارهایی بکنن و
اینا ما در مجموع چون در کلیات با توجه به ظرفیت کم صحبت کردن معلوم نیست که برای فایق شدن با اینچی که میگن چی راهکارهایی را باسید. یعنی شما هیچ برنامه مشخص در عرفای اینا ندیدین؟ در کلیات گفتم که متوجه هستن که وظیفه یک وکیل تا کدام حد میتونه باشه در داخل پارلمان. آدمی آگاهی به نظر میرسن، حالا کمپاین برشان نکنم، من شناختی با ایشان ندارم، اما مهم است که اینا دو تا مسئله را باید توجه بکنن. آنچه که من فهمیدم از صحبت هایشان است که در خود قندهار اینا به عنوان نماینده‌ای که از قندهار میآیند نتونستن در این برنامه کوتاه شرح بدن که چرا اینا از او ولایت به اینجا میآیند، چه اولویت های در برنامهشان در قندهار هست که فکتوار بعد از چی مجرای اینا بتانن به رسیدگی بکنن. و دیگه در سطح کل کشور است، مسلما در سطح کل کشور نگاه های هر نامزد ایست که کارهای خوب شوه و اینو شوه آن شوه، اما خب وقتی که ما از محیطی که نامزد میشیم مگر آگاهی اندی تاکید باغزه باید باشه، به نظر من اونایی که از ولایت ها میان به کابل جدا از اینکه برای کل کشور در پارلمان کار میکنن باید یادداشت مشخصی داشته باشن که چی معضلات و مشکلات در داخل پارلمان است، کدام نهادهای دولتی در داخل از ولایت است و کدام نهادهای دولتی میتونن مشکلات رو مرفوع بکنن و از چی مجرای اینا از طریق پارلمان و مجلس نمایندگان بتانن اون نهادها را وادار بکنن یا چی میکانیزمایی را در نظر بگیرن که کار اونجا شود، اولویت ها اونجاست. اما در کل خب کپای کلان کلانی که به کشور برمیگرده هر کس میتونه بگویه و برخی از کارهای کلان کلان وظیفه یکی از وظیفه هیچ نماینده هم نیست، یعنی محدودیت داره صلاحیت های و عمل کرده یک نامزد یک وکیل در داخل مجلس که ایره برخی از نامزدان شاید به درستی نتونن درک بکنن. بله ممنون از شما. آقای وحدت، شما در برنامه های آقای تعیم چی را یافتین؟ تشکر میکنم، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حاضرین استودیو و هموطنانی که میشنوند. بگذارین یک نقطه یادآور شوم که تصویری که من دارم تا امروز از مجموعه کاندیدان در افغانستان و از دوست ما که در قندهار خود کاندید کردن تصویر بسیار زیبایی هست، برای که نشان میده که ما بعد از 14-15 سال دموکراسی بالاخره استاپ با استاپ بعد از هر انتخابات قدم به قدم به جلو میریم. کاندیدا عمدتا افراد جوان و تحصیل کرده هستند و از نظر پایگاه های اجتماعی فرهنگی سیاسی هم که برخواستند معمولا آگاهانه تر است مشارکت شانده انتخابات. از جمله دوستی ما رو شما شنیدین که دو چیز برای یک کاندید مهم است، یکی کارنامه هست و یکی برنامه هست. من در شبای گذشته دیدیم برنامه ها را تمرکز زیاد بالای برنامه هست، در حالی که برنامه میتونه در بسیاری از زمین ها مشابه باشه از همه وکیل سایبا، ولی اساس گپ در دیگه دنیا در دموکراسی هایی که بیشتر از ما و شما کهن‌تر از ما و شما هستن کارنامه اساس است. مثلا در دیگه دنیا یک وکیل بسیار موفق مثلا دارال وکاله داشته بعد از 30 سال در اروپا و شهرت کافی به دست آورده و کیسه های بسیار بزرگ را برده مطرح شده می خود نامزد پارلمان میکنه، یا یک استاد برجسته یعنی یک چیزی در کارنامه داره کهن‌تون. بله، و به این ترتیب از سایر لایه های اجتماعی. ولی دو نکته بسیار مهم، یک نکته این هست که این جوان ما که از قندهار خود کاندید کرده الحمدلله کارنامه خوبی داره، یعنی قبل از اینکه خود نامزد پارلمان بکنه از قندهار یک مقدار برای مردمش کار کرده، مسئولیت نړیوال بنسټونو کې کار کرده، شو خوشاله تلاشای انجام داده و طبیعتا ظاهرا معلوم میشه از نیتش که نیت خوب داره برای کشورش. من بسیار امیدوار هستم و فکر میکنم برای قندهار گزینه خوب خواهد بودن برای مردم قندهار. امیدوار هستم که انشالله موفقیت کسب بکنه. ممنون از شما. و نامزد بعدی را که از کابل میخواییم فواد خواجه محمد موسا فریور هستند که میان روی برنامهاشون صحبت میکنیم. اینا استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل هستند، در رشته علوم سیاسی ماستری دارن و بیشتر از خودشان در مورد گذشتهشان و کارکردهایشان و کارنامهشان گفته آقای وحدت بیشتر میشنویم. بله، زن پاره دیم لومړی ته وایي ښاغلی فریور، موسا فریور څوک دی؟ راځئ له دې پیل کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ابینستین ګرانو هیوادوالو ته زما د عقیدې او ایمان خویندې ورونو ته سلام، په شما عزیزا سلام، به دو برادر عزیزم آقای وحدت و پریانی سلام، به نامزد وکلای ما سلام،
به ملت شریف افغانستان سلام. مختصر عرض میکنم، ما 30 سالم را عزیز خدا در فاکولتی حقوق علمی سیاسی پانتون کابل سپری کردیم و افتخار دارم که هزارها شاگرده با سایر استادای شریف پانتون کابل و خصوصا فاکولتی ما تقدیم جامعه کردیم. بگذارین ما از بکگراند خود بگذارم، ما نه خدا فتوشاپ کردیم، نه عکسای هالیوودی و بالیوودی گرفتیم و نه از طریق بلبوردا خدا به مردم معرفی میکنم. 40 سال پسین در قضایا و فریور بوده، ملت شریف و نجیب و مسلمان افغانستان فریور میشناسه. خود دیر لند اگر مهم نقاط و چه مو کری پتیر که خلق پوشی ده تیر پاره ساسی ده مازی پاره. 30 سال تجربه تدریس دارم در دانشگاه. 30 سال که ما خدمت تان عرض کردم، اولاد وطن تربیه کردیم، بر از وقت درس صداقت دادیم، خصوصا ما چون استاد قانون هستم و استاد قانون اساسی هستم و شاگردا گفتیم که برای تعمیم فرهنگ حاکمیت قانون باید کار شود و تطبیق قانون هر کس از خودش باید شروع کنه. تا ما قانون مدار نشم، از خودت باید توقع قانون مداری رو نداشته باشیم. این درس به شاگردا دادیم، شاگردایی که مرا در صفحه تلویزیون میدن حتما درس های ما یادشان میاد. شعار ما یک شعار بسیار بنیادی است که رای امانت الهی است و این رای باید به اهلش بسپارن. کسی که رای میخره او خائن است، کسی که رای مفروشه او خائن تر است و کسی که واسطه بین خرید و فروش رای میشه او خائن تر از اردیش است. خاقل فریوار وقت کم ده چه از پارلمان تزی کم پروگرام سر زی دیو وکیل فوتو گفت سکل اولین کاری که من میکنم پارلمان نجات میتونم. چرا پارلمان متاسفانه در گروگان است؟ پارلمان به انحراف رفته از وظایف اساسی و صلاحیت هایی که قانون اساسی افغانستان و فصل 5 قانون اساسی افغانستان به اعضای هر دو اتاق و خصوصا مجلس جرگه و مجلس نمایندگان دادم، متاسفانه انحراف شده. آقای فریور همین کار را چگونه انجام میتین؟ ببینید رایش همیست که ما ملت مراجعه کنم، ملت آگاهی بتم و ملت انتخاب دقیق کنه و قول شاعر معشوقه چو بی وفا برآمد شرمنده انتخاب خیشم، که رای دهندگان دیگه شرمنده انتخاب خود نشن. متاسفانه سال بخش قبل از رفتن به پارلمان تان است که مردم آگاهی میتونن تا انتخاب دقیق داشته باشن. پس از اینکه به مجلس نمایندگان رفتین چی برنامه دارین؟ کارهایی که ما بسیار کارهای بنیادی دارم است که پارلمان باید اصلاح شود. 3 وظیفه اساسی پارلمان داره، یا با شاگردان ما دست میتونم، ما استاد قانون اساسی هستم، تر و تطبیق قوانین است، نظارت بر اجرای حکومت است و نمایندگی خوب از مردم است. این همی وظایف کلیدی چی است؟ وکلا یا نمایندگان در مجلس نمایندگان است که کم محقه او طور که قانون و فصل 5 قانون اساسی افغانستان تصریح کرده مطابق قضی باید عمل کنه. نقطه را که ما بسیار سرش کلیدی فکر میکنم و بسیار او را ضرورت میبینم، جلوگیری از تحمیل اراده بیگانه در بحث تصویب قوانین است که متاسفانه بخش قابل ملاحظه از قوانین ما منطبق با واقعیات جامعه افغانستان، با فرهنگ، دین و عنانات ملی مردم افغانستان است. ولی مثلا بالای کدام قانون بالای ملت افغانستان تحمیل شده؟ مثلا کدام قانون؟ مثلا قانون بانکداری، سود. سود در قرآن ما جنگ با خدا و با رسول خداست، نام از این را تکتانه ماندن و نبایدی در قوانین افغانستان در قانون بانکداری یا قانون در افغانستان بانک با عنوان یک اصل پذیرفته شد. ببینید ما ماده اول و دوم قانون اساسی افغانستان همیشه سرش ترکیز کردیم. مخالفان مسلح دولت هم از طریق رسانه و میزگردا گفتیم کیسه ماده متضمن تنفیز شریعت در افغانستان از نظام جمهوری اسلامی است، دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان اسلام است و تقنین بر مبنای اسلام باید صورت بگیره و هر قانونی که مخالف اسلام باشه باطل است. اجازه بدید شما میخواین تصویب شود چی قانون خود بود؟ ما از جمله قوانینی که سر ما میخوایم سرش کار کنم، اول یک قانون به نام احتساب باید ساخته شود با همکاری سایر وکلای شریف آینده افغانستان، اکاونتیبیلیتی لا یا اکاونتیبیلیتی رای به وجود بیاید که می سرمایه های عرام که مردم فریوان دیر او بخی چو وقت کم ده او بخی ما باید احتساب شود و همچنان در بحث حکومت در بحث تشکیلات اساسی دولت یک وزارت زکات باید ساخته شود تا زکات از کسایی که نصاب خلاف فریوار او بخی چو وقت کم ده مستقین سپرده شود. وقت پای دیر لند رات دو وای چه ده استاده یا ده وکالت که برتری چه ده چتاسی وکالت تزانه سوید یک چیزی که بسیار مهم است، ما اگا وکیلان باشم ما در این حال ما استاد پانتون رو افتخار عربی رو کمایی کنم مادن وقت شورش سیم دیر من تشکر و سپاس گذارست. آقای خواجه محمد موسی فریور بودن که در مورد برنامه‌شون با ما حرفای زدن. پیش از اینکه بریم د
دیدگاه مهمانان برنامه را داشته باشیم. میریم یک بار به کندهار میبینیم که نعمت با کدام نامزد بعدی گفتگو داره. نعمت اگر صدای ما را داری میشه که گفتگوی خود را آغاز کنی و نامزد بعدی هم میتونه در 5 دقیقه روی برنامه هایش برای راه یافتن به مجلس نمایندگان با ما صحبت های داشته باشه. بله قدرمن لیدونکو صدف و اکبرزی صاحب تاسو ته هم په دې هله باندې هم چې خسته سوی نس د زابل ولایت خبر نوماند ما اوس د پونتون استاد محمد رسول عزیز را سره دی. عزیز صاحب په خیر راغلی. په پل کې درته وای چې لاند معلومات خپل باره کې ورک چې عزیز صاحب څوک دی خلک یو پیژني کوم ودان روان سبول تاسو ته او د برنامه ټولو ګډونکو ته بخصوص مبصری او ټول لیدونکو ته بخصوص د زابل مظلوم ولست خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زما نوم محمد رسول عزیز ده. زابل څخه ولسی جرګې ته نوماند یم. په 1950 کال کې په زابل کې پیدا شوی یم او خپلې زده کړې مې د هجرت په وخت کې د معاشري تکچې د په نړیوالو اړیکو کې ترسره کړې دي او له 13 کال به په دې خوا په زابل ولایت کې د دولت په مختلفو چوکیو کې او هم داسې په مختلفو موسساتو کې د ولایتي مسؤل پایز باندې ما دنده اجرا کړې ده. اوس خو نوماند یاست ولسي جرګې ته لومړی ځل راغلی یاست. انتخابي نشان مو څه شی؟ انتخابي نشان مو ستاسو کلتوري عنعنه او لونګي ده. او خپله مو هم لونګي تړلې ده. او انتخاباتي شعار مو څه شی؟ انتخابي شعار مو د مظلوم ولس ساتنه او د قانون حاکمیت ده. په لنډ ډول باندې په شمار وار ډول باندې خپله طرحه وایي چې له کومې طرحې سره پارلمان ته ځي؟ موږ تاسو پیژنو چې په هیواد کې په مختلفو عرصو کې په 13 کال کې کار نه ده سوی. هغه که د ځوانانو دپاره تحصیل او تعلیم ده، هغه که خارجي هیوادو ته د ځوانانو تیښته ده، هغه که په مواد مختلف باندې ځوانان اخته کېدل دي، هغه که د پکر ده، نیسي ده، داسې نور موارد. تاسو خپله پیژنو په دې کلو کې وچکالي هم افغانان ډېر ځپلي دي او ناامني هم افغانان ډېر ځپلي دي. په دې ټولو برخو کې موږ د هیوادوالو دپاره او بالخصوص د زابل ولایت اوسیدونکو دپاره ځانګړې تحفیې لرو. انشاءالله هغه په کار اچولو سره به موږ وتوانېږو د زابل ولس ته په ژوند کې مثبت بدلون راولو. بل کمپاینونه هم روان دي. ستاسو د کمپاین طرحه څنګه ده؟ څه ډول کمپاین کوئ؟ مو سیمو ته ځوئ او مینهوال مو څوک دي چې تاسو ته د رایې ورکولو باور درکوي چې رایې به درکوي؟ بلوموم زابل یو کلتوري ولایت. هلته کشران ځي، اکثره کشران ده ټاکنیز دفترو ته ځي او بیا نوماندان بیا اکثره موږ خپله دتاوې د مشرانو ته ځو او بیا بالخصوص غریبو خلکو ته ځو. هغه خلک چې ناهیلي سوي دي هغو ته خپل غږ رسوو. هغه خلک چې په ډېره دغه کې په ډېره تېرو ټاکنو په کتو سره هلته د په ټاکنو کې اشتراک نه ده کړی، موږ هغو خلکو ته ځو. مدني فعالان زموږ ډېر ملاتړي دي، لوستې ځوانان مو ډېر ملاتړي دي. داسې پوهنتون او په تحصیل سره زما ډېر کار ده، نو ځکه لوست ځوانان موږ ډېر ملاتړي دي. هغو زموږ لیدنې ته قانون څخه به هم خبر یاست، ولسي جرګې ته نوماند یاست، هلته به ځي چیر وکیل سواس د افغانستان لومړنی اساسي قانون او ورستنی اخیرنی اساسي قانون چا جوړ کړي په کوم کال کې؟ لمنه لومړنی اساسي قانون بزما په خیال نو نظام نامه بوه. بله نظام نامه امان الله خان په وخت جوړ وسو په 1900 اول کال کې او دوم کال کې مخال یو غونډه وسو خو هغه جلال آباد کې او په باندې توافق نه غالي. بیا په 1900 دوم کال کې کابل پغمان کې ټول مستاسو د هیواد مشران غالي کښېنسل نظام نامه یې جوړه کړه چې هغه وخت توافق دی د قانون د اسلام سره پټه کې bale لیازل ته توافق نظام نامه جوړ کړ او موږ د اوسنۍ اساسي قانون د ساغلي ولسمشر تی ولسمشر ساغلي حامد کازی صاحب وخت کې په 1902 اتیا کې جوړ شو. bale له نور نمندان سره مته توپیر پڅ کې دی ځان تمام کتلې دی او تمام کتلې دی توپیر مو څه دی چې په هغه توپیر سره تاسو په لمان تلار پیدا کړی؟ شپږ کال زابلي ولس پات سیوی مختلف ولسوالۍ ته مو تکړه د اشتدي ټولنیز ژوند دی پاکه د دې وچکالي د دې امکانات نشتون د اوبو منابع نشتون د تجارتي منابع نشتون د اقتصادي منابع نشتون دا هغه لاملونه وو چې موږ دا په نظر کې نیول دي چې څو موږ په دې ټولو شیانو کې وده راولو او نسبت پخوانیو کاندي صاحبانو وکیل صاحبانو او کاندي صاحبانو ډېر کار وکړو. که چیرې پارلمان ته ولاړل او چوکۍ دې مشخص سوه چې دغه د عزیز صاحب چوکۍ ده، لومړنی کار به مو څه له دغه چوکۍ څخه؟ موز به انشاءالله اول به د یو تعلیمي مرکز ته ځو. هلته به د ځوانانو پوښتنه کوو، د بالخصوص د یتیم ځوانانو. هلته چې کوم دا اوسني جنګو کې دی یا په تېرو جنګو کې دی خپل والدین لاس کړي دي، انشاءالله هغه ځای به شروع کړو تر څو موږ د زابل ټول هیواد ټول مظلوم ولس دپاره یو
بیلګه سی او مزاوبه ته بیا د خدمت جوګس څومره سرمایه لري ډیره کومه مثلا کور لرم موټر لرم څومره موټرونه لري یو موټر لرم وړي چې له کامیابۍ وروسته ګاردونه ولري نه داسې شی ما په خپل ځان کې ډېر نه احساسوم دا د اړتیا په صورت واتمن دولت داسې کوشش کوي چې زموږ امنیت ونیسي خو خپله ما ډېر نظامي سیستم نه ده خوښ ډېره زیات مننه عزیز صاحب چې راغلاست زموږ په خپرونه کې مو ګډون وکړئ کوم ده قدرمن لیدونکو بیا هم ورګرځو د کابل سټوډیو ته او د کابل سټوډیو همکاران سره به پاتې نو نعمتول خغلی محمد رسول عزیز سرغگی چې د زابل نمائنده خغلی وحدت استاس نظر به ام د فریوار سپ خبر واخل او ام د خغلی عزیز خبر لطف کردید اول خو زه خوشحال هستم کې ببینین شما یک تنوع بسیار زیبا را در بین کاندیدا میبینین لحظه به لحظه از ولایت مختلف تا مرکز اولا خواستگاهی که استاد از برخواسته مؤسسات اکادمیک است و زیبا هست که ما در انتخابات نمایندگان مؤسسات اکادمیک خود داشته باشیم مثلا که در بهترین فصلش هستیم کارنامه پشت سرشان هم که گفتن که 30 سال در خدمت اولاد وطن بودن و در یک محیط اکادمیک برای کشور کار کردن حقیقتا آدم را مستحق می سازه که باز به مدعی شود که من نماینده مردم باشم ولی یک نکته دیگر که در شبهای گذشته من دیدم این خوب است که زیر عنوان یعنی تفسیر برای شخصیت بزرگوار استاد مطرح شود می که میگیم اولوسی جرگه و یا در جاهای دیگه میگن مجلس عوام هدف اساسی یا امو بسلا از نظر فلسفی محتوای اصلی اولوسی جرگه را من میخوایم شما بگویم به معنای عزیز که تمام لایه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی جامعه باید خود را در این خانه ببینن یعنی شرط نیست که یا مثلا تشویش به کار نیست که من بعضی وقت میگم تشویش میشه که یک عده از سرمایه داران و پول داران و آدمایی که میلیون نر هستن او بخیر خقل وقت کم ده یک امتیاز هست که به خقل عزیز خبر مورگی گسب مثل که امروز استاد از جامعه اکادمیک افغانستان برمیخیزه به همون ترتیب یک آدم دیگه حق داره از یک ولایت افغانستان از جامعه کارگر افغانستان از جامعه قشر متوسط افغانستان از جامعه اصناف افغانستان اون که محل تلاقی تمام اقشار و طبقات مختلفه جامعه است که میتونه هر کس خود نمایندگی بکنه ده خقیل عزیز خبر موقع اگه دید لند چه ده قندر در رابطه با جوان عزیز با که از قندر صحبت کردن من متوجه شدم من تو فکر میکنم متعلق به جامعه به طبقه متوسط جامعه قندر هستن ظاهرا و هر دقیقل همی که اینا از یک نسل دیگه هستن با یک فکر دیگه میاین و آتش زیاد دارن که کار برای جامعه انجام بدن و بیشتر با مو ادامه گفت که خود میگم بگذارین پارلمان آینده افغانستان تشکیل شود از نمایندگان اقشار مختلف جامعه با خواسته های مختلف بگذارین یک کسی اونجا بیاید در مقابل مثلا بیمه ها گپ بزنه مدافع حقوق یک بخشی از جامعه کارگری افغانستان باشه یک آدم دیگه مدافع جامعه اکادمیک افغانستان مثل استاد باشه که برای بعضی مسائل اکادمیک تمرکز کنه و بالاخره از لایه های مختلف آدم های مختلف داشته باشین او میشه اولوسی جرگه اونجا مجلس عیان نیست اونجا یک کشور نمایندگی میشه و این کشور با تمام دارای های مادی و معنوی که داره با شخصیت و عینیتی که داره اونجا باید مرکز شه پرنیس نظر به اولوس وقت دوست پلر شو وقت میان برنامه میگیریم دیدگاه آقای پریانی را در مورد حرفای نامزده که از زابل بودن آقای محمد رسول عزیز و از حرفای خواجه محمد موسی فریور که در مورد برنامه‌شون بر رفتن به مجلس نمایندگان صحبت‌های داشتن حالا میریم میان برنامه بله برنامه انتخابات 97 است و من و فواد این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم حالا در ادامه میریم دیدگاه آقای پریانی را در مورد برنامه های آقای محمد رسول عزیز و از نامزد بعدی آقای خواجه محمد موسی فریور میشنویم بله آقای رسول عزیز که امیدوار است مریض هم باشند با توجه به تجربه کنا هم در ادارات دولتی دارند و استاد پوهنتونی دانشگاه در ولایت زابل هستند امسال البته فصل است که همه کسایی که تدریس کردن و سایت دانشگاه و پوهنتون هستن اینا همه ایشان نه اما جمع قابل توجهشان وارد کارزار انتخاباتی شدن چون فکر میکنن که مستحق رفتن به پارلمان هستن و هستن هم. اما با توجه به ای که اونا هم نتونستن به جز چند شعاری که
کلان کلان است که منابع آبی نیست و منابع اقتصادی نیست و منابع چی نیست. دقیقا اولویت های ولایت خودشان اونا در این برنامه نگفتن، ممکن در کاغذ و قلم خودشان داشته باشن و برای هوادارانشان توضیح داده باشن. از جانب دیگر اونا هم تمرکز خاصی برای از اینکه چگونه دو تا فکت روشن من متوجه نشدم که وقت اگر پارلمان بیاین واقعا دو تا کار کلانی را که میخواین متفاوت تر است انجام بدن چی میتونه باشه. اما در برابر از اونا جناب استاد فریور که استاد هستن و دوست من هستن، میشناسمشان، از هر لحاظ شایسته ای هستن که برن به پارلمان و بخصوص که اینا استاد عرصه حقوق هستن و یک مضمون مهم تدریس میکنن و به خوبی میدانن که وظایف یک نامزد در پارلمان افغانستان چیست. اما نگرانیه که در مورد برنامه از اینا وجود داره است که اینا با ایجاد یک تضعید بروکراسی دیگه و ایجاد یک تراکم دیگه در اداره افغانستان میاندیشن، شاید فکر میکنن که از او طریق میتونن بر چند مسئله دیگه فائق بیان. و یک مشکل دیگه که یک نگاه با توجه به وضعیت نوعی که در کشور پدید آمده، یک نگاه کاملا منتقدانه در بود نگاه اقتصادی دارن که شاید با مفهوم رادیکالتر اینا میخواین یک اصلاحات سختگیرانه را در قسمت مواجهه با در واقع نمودهای اقتصادی که نو وجود داره با وجود بیارن. البته هدفشون نیست که یک درآمد نامشروعی که واقعا طی همه سالا در کشور وجود داشته، یک اقتصاد سیاهی که آمده یک شبه افراد را پولدار کرده، از اینا باید پرسیده شود. نکته مثبتی که باز در کارشان وجود داره است که اینا پارلمان افغانستان یک اداره بازخواست میخواهند بسازند، برای یا ادارات را طریق پارلمان افغانستان میخواهند ایجاد کنند که در او یک بازدهی وجود داشته باشه و بازخواست. خب البته این باز مسئولیت خود پارلمان نیست، چون اینا نظارتشان را میتونن از به کارکرد حکومت بکنن، باز مبارزه با فساد کار پارلمانی است. البته در قسمت تنظیم قوانینی که بتانه کنترل کننده بیشتر باشد، چرا وظیفه پارلمان است که در این قسمت اینا چون حقوق خواندن و درس میتن میتونن در قسمت یکی قوانین خوبتر نقد بکنن و ارزیابی بکنن اینا کار بکنن. اما در مجموع چیزی که در برنامه استاد باز نبود، من چون مثبت و منفیشان هم میگم، این بود که اولویت هایی که در خود کابل به عنوان پایتخت باید در نظر گرفته شود چیست. شاید برای خود مردم، برای خود شهر، برای وضعیتی که وجود داره اینا. و مورد دیگه را که باز در برنامه استاد نبود یا نتانست در 5 دقیقه بگوید، من در برنامه خودشان این را اینا به نحوه داشته باشن، ایست که روی چند مورد مهمی که اینا به عنوان مشکل انگشت گذاشتن با چه راهکارهای بازگیری اینا میتونن در پارلمان دیر من نخواهد مدرد کرموده او صدف یازل میرم زود قندار تا میریم به قندار نو نعمت التده او بلومن سر بغیگی که چی ده بده زابل نبرقلی بیو که قندار هرون خپل به رتوهی چه چه اهداف لری چنگ زن کن کرن نو نعمت میره بانیو که قدرمن لیدونکو بیا هم شرق لاست زموج لکندهار څخه وروستی نومان جنرال احمد الله نازک دی چې لومړی ځل یې لکندهار ولایت څخه ځان نومان کړی دی. نازک صاحب په خیر راغلی او تاسو ځوان یاست، لومړی ځل مو ځان کاندید کړی دی، ولې مو ځان کاندید کړ کندهار څخه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مننه اول تاسو او د طلوع تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا مې لومړی ځل نه دی، په 2005 کې مې هم ځان کاندید کړی و، اوس دویم ځل دی. ډېر ښه. تاسو هم ځوان یاست، حتماً ځوانان به مو ډېر ملاتړ کوي. د ملاتړ طبقه مو څوک ده؟ څوک درته دغه باور درکوي یا اعتماد مو درباندې کړی دی چې تاسو ته به رایه درکوي؟ دا چې ځوانانو په ما اعتماد کړی دی او دا د هغو خواسته وه چې زه د امنیتي ارګانو څخه مې استعفا وکړله او راووتلم د دې دپاره، ځکه په مملکت کې بحراني حالت په ډېر سوی دی او مملکت مو د یو بحرانه سره مخ دی. دا چې ما په امنیتي اړخ کې وظیفه اجرا کړې ده، هم د ډنډ ولسوال په توګه 6 کاله پاتې سوی یم. دا چې په باسازي او مشري حکومتداري او په دې ټولو کې تجربه لرم، نو په دې اساس باندې غواړم چې د پارلمان د طریقه څخه هغه اساسي پروژې چې زموږ په مملکت کې په ژبني تعصب و دغو شیانو باندې کار کېږي او
استخباراتي کړی چې په افغانستان په کابینه کې د جاسوسان چې هغه دلته کار کوي غواړم چې هغه د پارلمان د طریقې څخه هغه وټکول سي او پر هغو باندې غږ وسي او د هغو مخ ونیسي. ډېره مننه. یو طرحه سره به پارلمان ته ځي، کومه طرحه لرئ په شمارور ډول په لنډ ډول باندې لیدونکو ته؟ زه خپله غواړم چې اولین کار د امنیت په اړه باندې وسي، ځکه زموږ د مملکت ضرورت خصوصا د کندهار ده. موږ په ډېر سخت مشکلات کې جنوب غرب حوزه قرار لري چې زما اولینه طرحه د امنیت په اړه ده، او دوم باسازي ده، او درېیم هم ښه حکومتداري ده. چې ځکه په کندهار ولایت کې تاسې وینئ زموږ د اوبو بندونه دي هېچا توجه نه ده ورته کړې، ټول بندونه مو دغسې پاتې دي، د خوشحالۍ سره مخ دي. او زموږ ولایت کې تاسې وینئ همجوار ولایتونه ټول دلته راغلي دي، کندهار کې دي، چې ډېر بد امنیتي وضعیت قرار لري زموږ همجوار ولایتو کې. نو غواړم چې په دغه اساس باندې هغه امنیتي ارګانونه چې موازي دغه ورته جوړ کړي دي، چې تاسې وینئ چې زموږ اردو محلي اردو ته ځي او محلي پولیس ته ځي، کوم قومي تعصبات او کوم پروګرامونه چې غواړي د دغې لارې څخه په افغانستان کې پولیسي، غواړم چې د هغو مخه ونیسو او په پارلمان کې د یو ګروپ په شکل باندې هغه متخصصین چې په پارلمان کې د هغو سره په ګډه همکار واوسیږو او د حکومت سره همکاري وکړو. ډېره مننه. جنرال صاحب، څومره زده کړې لرئ؟ څومره زده کړې مو کړې؟ تر لیسانسه پورې مې زده کړې کړي دي، او د کندهار په ولایت کې ټول وخت پاتې شوی یم. او امنیتي ملي کې د زابل او هلمند مې وظیفه اجرا کړې ده، او د ډن پولیس د رئیس په توګه باندې او مشاور په توګه ریاست عمومي کې پاتې. بله، کچیر پارلمان ته ولاړاس، لمړنۍ وینا به مې څه وي؟ څه به وایس؟ لمړنۍ وینا به مې د هغو جاسوسانو په مخالفت چې اوولس کاله یې دغه مملکت ته بدبختۍ سره مخ کړی دي. زموږ هغه باسازي، هغه معارف چې موږ اوولس کاله د هغه دپاره خواري وکښلې او په میلیون هاو پیسې په دې مصرف سولې، او تاسې وینئ چې موږ په ولسوالۍ کې داسې مکاتب پیسې خلکو یوړلې او یو مکتب هم هلته خلاص نه دی پاتې سوی. غواړم چې د هغو په مورد مبارزه وکړم، او هغه جاسوسان ټولو خلکو ته د پارلمان د طریقې افشا کړم چې زموږ په مملکت کې جاسوسانو کار کړی دی، نه د افغانستان. بل سالی روانې دي کمپاین، یو جالب برخه به راسو چې څوک مو سرسخت سیال دی په دغه ټاکنو کې، او تاسې د چا سرسخت سیال؟ د کس نوم به نه اخمه، موږ ټول سره سیالان یو. کوشش کوو چې هغه ځوانان خپل کندهار ولایت ته لپاره ولاړ یو. دا د هغو په باور اړه لري چې په چا اعتماد کوي. خو کندهار ولایت کې 111 نوماندان دي، یو نوماند په شهادت رسېدلی دی، د هغه روح شاد وي. نور ټول سره سیالان یو، غواړو چې مبارزه وکړو. خلګو کې څومره محبوبیت لري؟ پر خلګو څومره ګران یاست؟ که په کمپاینی لحاظ سره سی، خو تر کندهار ټول ډېر خلک ماته راځي، او د رای د صندوق شاته وروسته دا معلومېږي چې څوک چاته رای ورکوي او پر چا اعتبار کوي. زیاتره یې ځوانان دي او که نورې طبقې خلک هم دي؟ د پوهنتون محصلین، ځوانان، قومي مشران، علما، سعادات، دا ټول راغلي دي او ټولو ملاتړ کړی دی، او یوازې د ملاتړ تر شا نه، په هره برخه کې ملاتړ ته آماده دي، او ټول کار دوی په خپله پر غاړه اخیستی دي. زه په کور کې داسې یم، تر اوسه پورې هم نه یم ورته وتلی. څومره سرمایه لري جنرال صاحب؟ سرمایه ښه تجارتي سیستم لرم، چې هغه به ورونه کاروبار کوي. زه په خپله کار ته ضرورت نه لرم. زما کورنۍ فامیل ټول کندهار پیژني چې زه د اته نوي څخه په تجارتي سیستم باندې اخته یم، د هغه څخه راوتلی یم. کورنۍ ژوند متقسم دی. زه د افغانستان سیاسي مسایل لپاره مبارزه کوم، هغه مسایل چې زموږ د وطن درد ورسره تړلی دي، او د هغه مخه ونیسو. کورنۍ مشکل نه لرو، هغه زما ورونه دي او زما فامیل دي، هغه ټول. بله، کمپاین کې څومره پیسې مصرف کړي؟ تر اوسه پورې په خپل شخصي لحاظ باندې خو د جیب یو روپۍ هم نه ده مصرف کړي، او دوستانو چې د باندې مصرف کړي دي هغه حساب ما هم نه دی کړی. بله، که چیرې پارلمان ته بریالي نه سولاس، پارلمان ته نه ولاړاس، بل بدیل لاره به مصرف؟ زه د امنیتي ملي جنرال یم مملکت کې. که چیرې زه نه سوم بریالی، زه بیرته خپل امنیتي ارګانو سره څنګ پر څنګ غواړم چې بیرته کار وکړم، او هغه دښمن چې زموږ مملکت نه غواړي چې جوړ شي، د هغو په اړه باندې مبارزه کوم. اساسي ژوند مو د کندهار خلکو سره کومې وات د کندهار د وخت پوره شو په تخنیک سوند د غږ نه اوري زموږ همکار نو وخت 15 دقیقې چې د نومان لپاره وي هغه وخت پوره شو. بیا به زموږ همکار ور سره اړیکه کې شي چې راګي پرشنو او عادت سمیر باندې کې تاسو خپل نظر ووایئ د خغل نازک په خبرو باندې. خوشحال هستم که هر لحظه و هر لمحه بگویم چیزی رو میبینیم و میشنویم که واقعا خوشحال کننده است. شما برای یک لحظه فکر کنید یک نظامی که در ایرانی رفته و برای دفاع از سرزمین خطرات بسیار مهمی را قبول کرده و یک مدت خدمت کرده برای دفاع از سرزمین، و حال آمده میخواد خود را کاندید بکنه، حقش است. یعنی اصولا چون این افرادی که کار را قبلا برای جامعه انجام داده و حال میخواهی به مقابل جامعه استاد شما بگه که ما به عنوان یک آدمی که تا حد توانم برای جامعه خدمت کردیم
و او هم در صف دفاع از سرزمین و دفاع نظامی طبیعتا حقش است که بیای استاد شه و یک قشر دیگه جامعه را نمایندگی بکنه. و از طرف دیگه یک نکته دیگه که در صحبت نازک صاحب بود بسیار مهم بود که گفتن که برادران ما و خانواده ما سالها به این طرف بزنس میکنن و از امکانات خوب اقتصادی برخوردار هستن. ما به عنوان یکی از اعضای خانواده رسالت میست وظیفه میست من میخوایم در عرصه سیاسی کاری انجام بدم و یک تعداد از وکلای ما و شما در کابل و جاهای دیگه هم از خانواده های متمول و ثروتمند خود کادید کردن. این جوان جو شنیده میشه که بعضی ها به نوعی ای را یک عیب تلقی میکنن یا توجیه میکنن در حالی که تو نیست. در دیگه همه دنیا، در غرب، در همه جای دنیا که شما برین، در هند خانواده هایی که از نظر اقتصادی بسیار امکانات وسیع و مساعده دارن، اونها وظیفه ایشان است که یک عضو خانواده شان یا اما آدمی که صاحب هم تو یک ثروت هست او دیگه نیازی به این نداره که تنها به زندگی مادیش فکر بکنه، باید بیایه و کاری بر جامعه انجام بده، بر عام جامعه انجام بده و ایفای نقش بکنه، ایفای رسالت بکنه. اما در گذشته افغانستان تجربه چی را ثابت کرده؟ بله، تجربه قبلی ما و شما یک حقیقت را بگذارین همه ما بپذیریم. ببینین از منزلی که ما و شما حرکت کردیم از 2001 تا به امروز شهرتان فرق کرده، جامعهتان فرق کرده، گفتارتان، فرهنگتان، خیلی چیزها متفاوت تر و هر روز به طرف رو به انکشاف هستیم، به عقب نرفتیم. نباید منفی فکر کنیم. ما به این مرحله ای که رسیدیم شما مطمئن باشین که این پارلمان که انشاءالله انتخابات به خوبی و به سلامت برگزار شود، مطمئن باشین که شما با یک تصویر دیگه ای از پارلمان افغانستان رو برو میشین و دنیا هم با یک تصویر دیگه، یعنی در حقیقت یک مرحله دیگه تاریخی را پشت سر میگذاریم، یک قدم پیشتر میریم و دارای یک پارلمان از هر لحاظ اکادمیکتر، جوانتر، با انگیزه تر و در عین حال مستحقتر از لحاظ اجتماعی. بله، ممنون از شما. امیدوار هستیم آقای پریانی دیدگاه شما در مورد برنامه هایی که اونا داشتن چیست؟ آقای احمد الله نازک، یک چیزی که برای من جالب بود در بحثایشان که نگاه امنیتی به پارلمان دارن و اینا با شعار مبارزه با جاسوسان بیگانه در کابینه میخواین وارد پارلمان شوند و این دقیقا کاری است که در یک ارگان امنیتی باید شود و پارلمان او صلاحیت و ظرفیت نداره که افراد را مشخص کنه به عنوان جواسیس بیگانه. البته تنها کاری که پارلمان میکنه ایست که اکتفا کنه، وکیل پارلمان اکتفا کنه به اسنادی که در خصوص او عضو یا نامزد وزیر مثلا از لحاظ امنیتی و استخباراتیش ریاست امنیتی ملی برای از اونا بته و از لحاظ تحصیلاتیش وزارت تحصیلات عالی بته و از یک لحاظ مالی و بودجه شما فرضاً وزارت مالی بته که مالی خود از شرکت هایی که دارد داده یا نداده فرض مثال و اینا به مو اکتفا میکنن. این که باز با چی میکانیزم واقعا آقای احمد الله نازک میخواهد جاسوس شناسی کنه در درون پارلمان و جاسوس در کابینه تشخیص بده و اینا رو دور بیندازه، این خودش نشان میده که یک آهنگ برای یک نبرد دیگه سیاسی در کشور شروع میشه و یک ادبیات جدید یا یک حداقل یک نظام جدید سیاسی میتونه شکل بگیره که ایش برای ما قابل تحمل است. اما با توجه به اینکه اینا در زمینای امنیتی کار کردن، احتمالی از اینکه فکر یا طرح برای بهتر شدن وضعیت امنیتی از طریق پارلمان داشته باشه این بسیار بالاست، این شاید بسیار مثبت باشه ده. اما انتقاد ما فقط است که نگاهشون و شعارشون بسیار دیره من نه اقل پرانی کور مودا او صدف بل نمان در چلی رودل تپا ستودیو که افکر ما آخری نمزد است که امشب داریم اونو پخانه عرب زایی میرمانیو که تاسی زنگری زایی تراشی برنامه‌شان صحبت می‌کنند. پیش از اینکه پروگرامونو اوای اغلب عرب زی اتکالا فرستادن که تجربه لری. و خانم جوانه که می‌خواد با پارلمان افغانستان راه پیدا کنه. کدش لیدون که می‌پیچانی. نو بیام خراغ لاس اغلب عرب زی. دختر زن پر اوای لیدون کده لندو کی. بسم الله الرحمن الرحیم. لمره ده هر سنه قدرمان لیدون کده تاس دوار قدرمان خواجو ویاندان تا درنو ملمنو تا او درنو نماندانو تا دزرلو کمی سلامون اوران دکومه. خوشحالم دا چې تقریبا یو لس کاله زه تجربه لرم د ژورنالیزم په برخه کې، اته کاله مې صرف میرمنو حقوقو لپاره کار کړی دی په بیلابیلو برخو کې بیلابیلو خپرونو کې. نو اوس مې هم هیله داره چې ژورنالیزم هغه برخه ده چې اوس زموږ اساسې ډیری ځوانان په دغه برخه کې فعالیت کوي که زموږ خویندې دي کورونه دي. نو دا ځلې مې هم هوډ وکړلو د امکاناتو په نشتون سره د خلکو مینه چې مې ولیدله ومې غوښتل چې ځان هم نوماند کړمه
ولسی جرګې ته ځکه دا د ولس کور دی او غواړم چې هلته زموږ د خویندو څخه د ځوانانو څخه نمایندګي وکړم په بیلابیلو برخو کې. بله بیرته ارزوی موفقیت داریم. حالا بگوین که پختن عربزی بر رفتن به مجلس نمایندگان چی برنامه داره؟ کچیر منگا تاسی پخپل هاگه کارنامو باندی خبری وکو نسبت دینه چلا که زمانگا ملمانو هم ویلی برنامه با پریگ دو کارنامو باندی با خبری وکو زمان لمره پلان بازما ده پلان دو برخی دی لمره برخه بیدایوی چی کالا هم خیر سرزه ولیسی جرگی تلارا پیدا کرمه لمره به حال تا دیره زوانان دی چی زمان پرانگ با دوی هم فکر روی زمان پر ازدار بانی با دوی هم نظر روی ټول بسر را تور شو یو ډیر خپل طرحبه د دغه ستونز په مقابل کې چې موږ او تاسو لرو هغه وظایف چې خپل د ولسی جرګې په چوکاټ کې د ماغه په اندازه باندې ورته خپل پلان جوړ کړو. بعد هغه دویم پلان زما دا دی چې کله هم دغه خويندورونه چې اوس د کمپاین په دوره کې زما سره لاس په لاس باندې ما سره دوی همکاري کوي د همدوی له طریقه به د خلکو ستونزې راخلو ځکه موږ او تاسو یعنی هغه پل ارتباطي پل چې د خلکو د ولس او د دولت ترمنځ پاتې کېدی شي دوی ستونزې موږ او تاسو کولی شو چې هغه مربوطه مرجع ته ورورشو. بله تاسو تر ډیره د ښځو پروګرامونو برخه کې تجربه لري ټولنیزو پروګرامونو کې څه مو موندلې دي مشخصا د کابل نشته تاسو ځان کاندید کړی دی د کابل په خلکو کې د کابل په ټولنه کې د کابل په ښځو کې داسې مو څه موندلې دي چې جدي مشکلات یو تاسو بیا د وکیل په توګه کچېرې بریالی شئ غږ یې پورته کړئ د پارلمان له لارې دا باید ډېره زیاته په زغرده زویم او بدبختانه باید دا ویم چې هغه خویندې چې زموږ اساسي د ښځو لپاره باید کار کړی په میلیون هاو ډالر په میلیون هاو افغانۍ د ښځو په نوم باندې راغلي ولې متاسفانه دوه درې ښځو چې هماغه وخوړل شي مګر زموږ اساسي هغه خویندې چې په لرو پرتو سیمو کې پرتي هغې ته ونه رسېدلې هغه درد چې ځینې ځینه تللې ما دوی سره پروګرام کړی دی دوی سره ځینې ځینه ناست یم هغه درد چې ما دوی په سترګو کې لیدلی هغه احساس چې ما دوی له واقع ته دې ته زه وهڅولم چې زه باید ودرېږم د دوی د فقر لپاره د دوی د بېچارګۍ لپاره زه باید کار وکړم دوی لپاره او دا ماته فرق نه کوي چې دغه چوکۍ ته زه کامیابه شم زه به خپل دغه غږ به چپ کما نه وروسته راغی نه که کامه بشم خلا خبره ده کنه شم وروسته راغی نه زما پروګرامونه نور هم قوی وي د دوی د مبارزې په خاطر باندې د دوی د حق حقوق لپاره شما پیکارهای انتخاباتی خود را چیگونه پیش میبرین و چیگونه آغاز کردین؟ زما د انتخاباتي کمپاین چې د نورو نمایندانو څخه لږ څه متفاوته دی ځکه زه خپله یو ژورنالیست یم ژورنالیست دومره امکانات نه لري چې دومره لوی لوی غونډې جوړې کړي او لوی لوی شعارونه او دغسې بعضې نور پروګرامونه وکړي زما صرف کور په کور کمپاین دی ځکه زه د خلکو ترمنځ د خلکو لپاره یم او زما همیشه زه غواړم لاړ شم نږدې نه دوی سره کینم د دوی مشکل حل کړم حتی بعضې راته خاندي راته وایي چې که ته اوس موږ سره کینې چې کله وکیل شو بیا موږ سره کینې زه وایم هو زه ستاسو لپاره یم چې کله تاسو ما ته رایه راکوئ خو وروسته د هغې نه ستاسو د مشکل هغه تر مرجع پورې رسوونکي زه کېږم نو زه باید ستاسو مشکلاتو د حل لارې چارې بیاینده مورد شعار انتخاباتي تان هم حرف بزنیم زما د انتخاباتي شعار چې دی د پښتني وقار پړونې او د حق اخیستو لپټه دا په دې معنی نه چې موږ او تاسو هغه طبقه یو په افغانستان کې د ښځو لپاره ډېر زیات کم کار شوی دی اگر چې په اوس وخت کې موږ او تاسو د ګوتو په شمیر باندې ته به په رسنیو کې کار کوي به کار کوم ته پښتنو په استازیتوب ولې دا بسنه نه کوي زموږ ډېرې خویندې دي چې هغه اوسه پورې هم تر دې هم پر خپل حق حقوق نه خبر نه دي که هغې ته د تعلیم په هکله باندې مثلا معلومات ورکول کېږي د کار په اړه معلومات ورکول کېږي نه هغه صرف محدودوي د هغه خپل رسم رواج یعنی فکر کوي دا ستونزه یوازې پښتنو پورې تړلې که نور افغانان یا د نورو ژبو یا د نورو قومونو افغانان نه په لرو پرتو سیمو کې زما یادونه ده که بامیان ته موږ او تاسو لا شتر دي ما پورې غوډ یعنی اته موږ د سپور غوډ ته روپۍ نه پیژندله چې روپۍ څه ته وای صرف توپیر دا غوډ دغه واده کړو خو زو د غیر واده کړو خو صرف په صادر کېو چې واده کړو خو به سر صادر لرلو غیر واده کړو خو به سپین صادر لرلو یاندا ما ته ډیر جالب او په زړه پورې راته تمام شوی و یعنی موږ او تاسو هغه لري پرتی سیمه کاغه پښتون وی کا زاره وی کو ازبک وی تاجک زکه موږ نمائندګی د ټول ملت کو یواز دا موږ ته مهمه ده چې باید پښتو وسی اگر شما احیانا به مجلس را نه یافتید نتیجه انتخابات را خواهید پذیرفت یو خبره باید موږ او تاسو یو کچېری هر ستونزه وي زموږ او تاسو د ټولو شریک کور دی اما زه نه غواړم چې ځکم اعتصاب وکم نه غواړم کوم مشکل رامنځته کړم خپل وظیفه مې ډېره ماته ښه وظیفه ده هغه ژورنالیزم وظیفه ده فکر کوئ چې ټاکنې به رڼې وشي ټاکنې تر یو څه اندازې پورې چې انتر ځم پر دغه ځوانان چې ګورو ځکه په خو په ټاکنو کې مایه کې ازدواج کردین نه واده مې نه ده کړی یعنی خبره صرف زما د اخیره خبره ده مخکې به خلکو دغه هیله چې صرف زورواکي زورواکي پیسې دار خلک سره کوم تر ازي مګر تاسو کولای شئ کور مودان ارکل شئ مهرباني کور مودان خانم پختنه عربزایی بودن که در مورد برنامه‌هایشان صحبت می‌کردن فواد ببخشید که سوال از پیش گرفتم و میریم حالا در مورد حرفایشان و برنامه‌هایشان بر راه یافتن به مجلس با مهمانان صحبت می‌کنیم آقای پریانی اول دیدگاه شما را بگیریم که شما چی فکر می‌کنید تا چی حد برنامه‌های عملی داشتن بر رفتن به مجلس خانم پختنه عربزایی چون
در ژورنالیسم کار کردن، خانمه تحصیل کرده هستند و خدمات اجتماعی هم در سطح توان خودشان داشتن. نگاهشان است که از پارلمان به عنوان یک سکو برای خدمات خوبتر برای زنان و اینا کار بکنن و بیشتر هم توجهشان است که پولایی که آمده برای خدمت برای بانوان اینا شاید این درستر در پارلمان مدیریت شود و این به مصرف برسه. یک ایده خوب است. اما مشکلی که در بخش دیگه صحبتهایشان وجود داشتی بود که اینا به هوادارانشان حالا میگن که من بعد از اینکه نامزد میشم باشین پیروز میشم در این رقابت ها به عنوان نماینده شما باز با شما میبینم و او زمان من مشکل شما را به مراجع میرسانم. تصور ما است که یک فهم اشتباهی که وجود داره از نماینده همیست که حتما مشکل یک فردی که دیروز برای رای داده را امروز باید حل کنه. یکی از دلایلی که نماینده ما امروز خیلی مصروف کرده همیست که اینا هر کدامشون قدر ورق داره. البته من نماینده که یک مقدار باز احساس مسئولیت با نسبت به مردم داره بله قدر ورق دارن و با سفارت به سفارت از تبدیلی تا مقرری تا حل مشکل یک عریضه که ممکن بر کندن یک چاه در یک محله باشه اینا رو به وزارت انکشاف دهات مثلا بردن تا یک مورد دیگر را گرفتن رفتن به ریاست مثلا زراعت و مالداری یک ولایت اینا یعنی اینا فکر میکنن که ماهیت یک پسترسانه داره انتقال دهنده یا تا یک جای به وزیر اگر زنگ نزنن یک نفر مثلا در یک جای مقرر نمیشه تا یک شناخت از وکیل نداشته باشه. خب خلاص فکر نکنم او بخی داد خلق تغییر کرده خلق سمره چتر دیره بعد وکیلان و مسئولیت وظیفه نه خلق تر نم دا واری مثلا یک چوک تبدیلی وار که بل چوال اور تا وچتا سمره در کلی پام دی خاطر فکر نکوي چې د خلقو کې ذهنیت موجوده درست است که ای ذهنیت باید اصلاح شوه. هر کسی که اگر خانم بختانه عربزای است، آقای فریور است، آقای سنگدل است که در استدیو هستن اینا اگر بله. با موکلینشان میگن بگوین که شما رای تا به یک تا کارهای کلانتر اجتماعی بتین من نمیتونم ریزه شما را باز از یک وزارت خانه بله. مثلا خلاص بکنم ممنون یک عیب است در کار بله. سپاسگزار با آقای وحدت حرفای شما را خوشحال شدم که باز این خانم را در انتخابات امروز میبینم که استاد هست. اول از لحاظ استحقاق که بیشتر بحث یک کارنامه است یک برنامه هست این بسیار حیاتی است در همه انتخابات ها. خب کارنامهشان روشن است که اینا ژورنالیست بودن کارهای مدنی کردن یعنی به این نشان میده که اینا کار اول به جامعه انجام دادن و حالا در مقابل جامعه استاد شدن و میگن که من میتونم کار بهتر و بیشتری را از طریق بالا اگر شما دیدگاه در مورد برنامه‌شون داشته بله. باشید اما آنچه که مربوط به برنامه میشه پیشتر خب شما دیدین دو نکته برجسته در برنامه خانم ایست که یکی معتقد هست که من میتونم مومد شوم به ای که قشر جوان افغانستانه در پهلوی خود استاد بکنم و قشر جوان حتما خواسته های قشری و سنفی و سیاسی و اجتماعی معین خود دارن یعنی من میتونم یک سخنگوی خوب باشم برای قشر جوان در داخل پارلمان و نگرانی دیگهشان از حیف و مل شدن همه فرصت ها و کمک ها و امکاناتی که تا امروز برای انکشاف جامعه زنان افغانستان یا توسط جامعه بیرمیدی یا دولت افغانستان مصرف شده اینا به شدت نگران ازی هستن که این منابع درست مصرف نشده بنابراین من باید اونجا برم و ناظر برای وضع باشم برای اصلاح ازی وضع تلاش بکنم تا ای که اگر بتانیم نابرابری ها و ناهماهنگی ها یا به اصطلاح ندامکاری هایی که در رابطه با انکشاف زنان در افغانستان است بتانم مانع ازیشم جلویش رو بگیرم ولی چیز مهمتر از هر دوی ای بس هر دوی این ممیزی که من پیشتر عرض کردم ای است که شما ببینید این تنوع را که امروز در انتخابات در من خلق لعادت وقت پای تورسی جورنالیست خورم بادن سپاسگزار از شما آقای سید نظام الدین وحدت نویسنده و جامعه شناس و آقای نظری پریانی روزنامه نگار لتسل در من بس آمده بودن سپاسگزارم از شما و سپاس از نامزدان که آمدن روی برنامه هایشان صحبت کردند چی از زابل از کندهار و از کابل که در برنامه ما بودن فواد رسیدیم به پایان برنامه امشب انتخابات 97 ما خبرمون دوام لری دوام داره کندهار که نور ولایتون رو سایر ولایت دیگر هم از نامزدان بیشتر میشنویم برای اینکه شما بتونین یک تصمیم خوب و درست در آینده برای پارلمان افغانستان بگیرید. نودنن لپرخ پرانم پایتو رسیدن. وقت بخیر خدا نگهدار.